و ویب تیوی همسفر تقدیم می کند. کتاب دانش، آشنایی با آخرین دستاوردهای تکنولوژی در دنیای کامپیوتر و ارتباطات در برنامه کتاب دانش. تهیه و اجرا فرانک. کتاب دانش، خب فرانک عزیز، بسیار بسیار به استودیو خوش آمدی قربان. بله، با درودی دیگر به شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشتی فرانک جان. هفته بود طبق معمول پر از وقایع علمی، تاریخی و فرهنگی که در برنامه امروز فرصتی کوتاه داریم که به تعدادی از اینها اشاره کنیم. بسیار عالی، پس منتظر صحبت‌های شما و برنامه شما هستیم. بله، پس با درودی دیگر به شما شنوندگان و بینندگان و با تبریک عید سال نو و امیدواریم که امسال بالاخره سالی باشه که بالاخره همش بالاخره خلاصه باشه این سال، چون تا الان که فرانک جان اجازه، منم به شما تبریک بگم، معذرت میخوام، ما قبلا خب پشت خط تبریک‌ها رو گفتیم هم دیگه، ولی در اصل امیدوارم که سال بسیار خوبی رو در پیش داشته باشیم. امیدواریم که سالی پر از آگاهی، بیداری، ترانایی، به خود آمدن و واقعا باشد. بله، پس آغاز میکنیم برنامه دیگری از مجموع برنامه های کتاب دانش از این صدا و برنامه رو، و توجه هم داشته باشید که در رابطه با این مجموعه برنامه ها ما به روی فیسبوک یک پروفایلی داریم که با رفتن به وبسایت facebook.com خط کت کتاب دانش و یا نوشتن روی گوگل اگر بنویسید یا سرچ کنید کتاب دانش فیسبوک به وبسایت ما میاد، و چه عضو باشید و چه عضو نباشید قادر خواهید بود که از فیلم ها و تصاویری که همکنون به روی این پروفایل هست دیدن کنید و با ما باشید و ببینید که دنیا در حال چه پیشرفتی و چه تکامل و چه تکنیکی است، همزمان که یک عده دنبال بمب و منفجر کردن و خون و گریه و خنجر. ای وای به حال، به حال فاجعه است که دنیای علم و تکنیک رو داریم و یه سری هم داریم که آقا ولش کن، آقا بتره کن، آقا ما رو به چه علم و ما رو چه به دانش. و متاسفم که در واقعی که در بلژیک رخ داد میبینید که فاصله بین علم و تکنیک و توانایی و بیخردی و ناآگاهی و عقب روی و پسگرد، اختلاف بین این دو گروه، یه سری دنبال علم و تکنیک، یه سری دنبال عقب رفتن به تاریخ. بله، برنامه رو آغاز میکنیم با یادی از نام‌آوران و اساتید دنیای علم و تکنیک و دانش که دنیای خودمون رو و تکنیک خودمون رو امروزه مدیون یک روزی، مدیون این کار و کوشش و تلاش افرادی هست که امروز به تاریخ رفتن برای همیشه و برای کشورهایی که اینجا اسم میبریم، نه فقط برای خودشون، نه فقط برای شهرشون، کشورشون، ملتشون، فرهنگشون، تاریخشون، بلکه برای جهانیان افتخار آفرینی کردن و اسمشون برای همیشه در تاریخ خواهد رفت. و برای همین است که امروز ما بنابراین نگاهی داریم به این افراد. به کشور انگلستان میریم و امروز مردم و کشور انگلستان به یاد میارن، به خصوص شهر آکسفورد که دانشمند پر افتخار امروز متولد همای شهر آکسفورد هست، سر جان کودری کندرو، که در 24 مارچ سال 1917 یعنی در یک همچین روزی به دنیا آمد و در 23 آگست سال 1997 در سن 80 سالگی چشم از جهان فرو بست و تنها کسی است شاید که بیشتر از 50 سال از عمر خودش رو 24 ساعته فدای علم و تکنیک و دانش و فناوری کرد، و به خصوص وقتی که راه رشته شیمی رو انتخاب کرد
پس از مدت کوتاهی در دوران جوانی با دانشمند دیگری و پر افتخار دیگری و به خصوص نام‌آوری دیگر و افتخاری از کشور اتریش آشنا شد به نام ماکس فردینان پروتس، که یک روزی در رابطه با این دانشمند هم صحبت ها طولانی است که چگونه به هر حال حتی ما ایرانیان هم یکی یکی زندگی خودمون رو و اطلاعات در رابطه با بدن خودمون رو و همه رو مدیونه به هر حال این نام‌آور کشور اتریش هستیم، پروتس. اما میریم به دانشمند انگلیسی امروزمون که پس از همکاری و کار با این دانشمند اتریشی، این دانشمند اتریشی کسی بود که کاشف هموگلوبین بود، که میدونیم که هموگلوبین امروزه آشنایی و آگاهی که در رابطه با هموگلوبین داریم در بدن، میدونیم که نوعی از پروتئین هست در مولکول ها و به خصوص در درون سلول های قرمز بدن، که کارش این هست که وقتی که شما تنفس میکنید در ریه شما اکسیژن رو ترانسفر میکنه، یعنی فیلتر میکنه، میگیره و به وسیله سلول ها این رو ترانسفر میکنه به ناخون های شما، به انگشت های شما، به قلب شما، به مغز شما، به بنابراین به کلیه اعضای بدن. و اکتشافی که بزرگ مرد نام‌آور کشور انگلستان انجام داد پس از اینکه این اتریشی هموگلوبین رو کشف کرد، این انگلیسی اثبات کرد که وضعیت کار عملکرد دقیق تره، بنابراین هموگلوبین رو دیولوب کرد و توسعه داد و به این نتیجه رسید که نه فقط هموگلوبین کارش ترانسفر کردن اکسیژن به وسیله سلول ها در بدن هست به اعضای مختلف بدن از شش و از ریه انسان، بلکه برعکس اکسیژنی هم که مصرف شده یا به عبارتی تبدیل شده به گاز، میدونید که وقتی اکسیژن رو مصرف میکنید همین تنفسی که از دهنتون میاد بیرون گازی است که مونوکساید و دیگه قابل استفاده نیست، بنابراین کار هموگلوبین است که همین اکسیژن مصرف شده و فیلتر شده رو که گازی است که دیگه قابل استفاده نیست رو هم برمیگردونه به ریه ها و از این طریق از تنفس این رو شما میدید به بیرون، وقتی که نفس به بیرون میدید. و این کشف یکی از مهمترین اکتشافات تاریخ بشر هست در زمینه دولو کردن دواها و مکانیزم و طرز عملکرد بدن و اینکه چگونه اعضای بدن اکسیژن رو استفاده میکنن و راهی است و بنابراین انقلابی بود در دنیای علم و تکنیک و دانش در اون زمان در رابطه با آگاهی و توانایی که امروز هم اکنون در رابطه با وضعیت بدنمون میدونیم. یکی دیگه از کارهایی که این نام‌آور کشور انگلستان انجام داد این بود که در تحقیقاتی کاملا بی‌نظیر نشون داد که نوع دیگری از هموگلوبین هست که اسم اون رو به زودی اشاره خواهیم کرد به اسم میوگلوبین، نوعی دیگر از هموگلوبین است که کارش ترانسفر کردن اکسیژن به سلول های ماسل ها هست یا به ماهیچه های بدن، یعنی بنابراین شما وقتی که میرید تمرین میکنید، وقتی که وزنه رو در اون باشگاه بالا میبرید پایین میارید، وقتی که این عمل رو انجام میدید کار این میوگلوبین این هست که اکسیژن رو از ریه شما ترانسفر میکنه به محلی که به اونجا بیشتر اکسیژن لازم است که برسه، که در این زمینه ماهیچه هست، بنابراین نوع دیگری از هموگلوبین است که این کار انجام میده که این رو هم کشف میکنه. و کار دیگه هم که اینجا جالب است این است که در هم و همین اینجا است که پس از مدتی که ماهیچه‌تون درد میگیره و صفر میشه و دیگه نمیتونید حرکت کنید، این هست که مکانیزم فعل و انفعالات شیمیایی بین اکسیژن و ماسل های بدن هست که باعث اون درست شدن یک نوع اسید میشه که همون دردی است که در ماسل هاتون دارید، که همه اینها رو این دانشمند کشف میکنه و بالاخره بیشتر از 50 سال از عمر خودش رو به این موضوع اختصاص میده، چندین کتاب رو مینویسه، در چندین سمینار شرکت میکنه و بالاخره در سال 1962 به همراه نام‌آور و پر افتخار کشور اتریش فردیناند پروتس برنده جایزه نوبل شیمی میشه و جایزه نوبل
شیمی سال 1962 شاید یکی از مهمترین و پر اهمیت ترین جوایز نوبل باشه در دوره‌ای که نوبل جایزه نوبل تقسیم شده بین دانشمندان، به خاطر اینکه در این سال بود و در این جایزه بود که افراد و نام‌آوران باور نکردنی دیگه ای رو هم به تاریخ برد و همونطور که گفتم شاید کمترین جایزه نوبل باشه که اینقدر برندگانش تاثیرگذار باشن به روی جامعه مدرنی که امروز داریم، که از ادبیات اگر شروع کنیم در سال 1962 داویدویچ لانداو بود که برنده جایزه نوبل سال ادبیات 62 شد، اما جایزه شیمی رو که براتون گفتیم فردیناند پروتس و کودری کن رو از کشور انگلستان در شیمی، و جایزه نوبل پزشکی است که شاید پر اهمیت ترین اینها باشه در این سری، که برندگان اون فرانسیس هری کمپتون کریک از کشور انگلستان، جیمز دوی واتسون از کشور آمریکا، و ماریخ هوگ از کشور آمریکا بودند، که کسانی بودند که زنجیره دی ان ای رو کشف کردند، یا به عبارتی مولکول های زنجیره دی ان ای یا دئوکسیریبو نیکلوئید اسید رو کشف کردند، و جایزه بعدی رو هم که اینجا باید اسم ببریم که بسیار بسیار های زمینیت هست، برنده دیگری است لینوس کال پاولین، که دومین کسی است در جهان که دو بار جایزه نوبل رو در دو موضوع کاملا مختلف برنده شده، که این دو موضوع یکی جایزه نوبل در رشته شیمی است که این شخص برنده شد، و جایزه بعدی در جایزه صلح نوبل بود و با ماری کوری دومین کسی است که دو بار جایزه رو در دو ناحیه مختلف برنده شدن. اما بعد می‌گردیم به دانشمند امروزمون و اینکه این کس چه کاری کرده بود، و بنابراین این توضیحات کامل یا بهتر بگیم خیلی کوتاهی بود از زندگی این بزرگمرد انگلیسی و تأثیری که در جامعه بین‌المللی و در جهان گذاشت به روی در رابطه با علم و تکنیک و همانا طرز عمل کرد و مکانیزم هموگلوبین. بله، میریم به واقعه بعد، و این واقعه ما رو میبره به سال روز تولد یک نام‌آور و اسطوره دیگر، که میشه گفت یک جوری وصل میکنه ما رو به برنامه هفته گذشته که توضیحات کوتاهی رو داریم در رابطه با فرایند رادیواکتیو و کسانی که پشت اون بودن، چه کسانی این رو کشف کردن و اصلا داستان از کجا شروع شد. و امروز سال روز تولد الکساندر ادموند بکرل هست، پدر هانری بکرل، که ما در هفته گذشته هانری بکرل رو که یکی از بزرگترین افتخارات ملت، فرهنگ و تاریخ فرانسه هست رو براتون معرفی کردیم، بنابراین امروز تولد پدر هانری بکرل بود، که یک روزی ما اینجا یادآوری کنیم خیلی سریع، یک روزی بود که گفتیم این روز رفت به تاریخ برای ابد، و اون روز روز پنجشنبه 27 فوریه سال 1896 بود که هانری بکرل، که پدرش امروز تولد پدرش هست، تیک سنگی رو به ماری کوری که شاگردش بود میده و میگه که برو و تحقیق کن و ببین که علت این که وقتی که نور رو میتابیم به این سنگ و به طور کلی این که این سنگ از خودش جا میذاره اثراتی رو به روی یک فیلم حتی در تاریکی، این چیز که ماری کوری رفت و پس از 9 سال رادیوم رو تونست از این سنگ در بیاره و راه رفتن به دنیای رادیواکتیو، بنابراین از یک همچین روزی آزاد شد. خود پدر هانری بکرل که امروز ملت فرانسه اون رو به یاد میاره، این هم دانشمندی بود بسیار بسیار جالب، و تا زمانی که
قبل از اینکه فرزند هانری بکرر برونیا بیاد در زمینه علم و تکنیک و دانش و ستاره شناسی و غیره کار میکرد و حتی در سال 1840 بود که یک نوع از جریان برق رو تونست برای اولین بار دیزاین کنه و طراحی کنه و در سال 1855 هم برابر این سالها قبل از اینکه پسر هانری بکرل یک روزی بشه یکی از بزرگترین اساتید و دانشمندان فرانسه، این پدر در راه علم و تکنیک و دانش کار میکرد. ما امروز فقط یک توضیحات کوتاهی رو بدیم که در رابطه با اورانیوم و اینکه هاف لایف چه بود و اینکه وقتی که یک عنصر رادیواکتیو در فرایند به نام دکی یا هاف لایف یا اینکه در طول مدت زمانی چه مقدار خود از مقدار نیروش از دست میده و مقدارش از دست میده، توضیحات شاید کاملتری اگر وقت کنیم بدیم که اون این هست که شاید اشتباس یا بهتر بگیم اشتباس که بگیم نیرو و اگر برای مثال 100 گرم اورانیوم رو داشته باشیم وقتی که میگیم هاف لایف این عنصر 4.5 میلیارد سال هست، این به این معناست که پس از 4.5 میلیارد سال اگر 100 گرم اورانیوم رو داشته باشیم، پس از 4.5 میلیارد سال 50 گرم از این اورانیوم هنوز باقی مونده و 50% دیگه‌ای که در ظرف این 4.5 میلیارد سال به صورت تشعشعات و رادیواکتیو رادیشن ساطع شده در طول مدت مختلف تبدیل میشه به 14 عنصر رادیواکتیو کاملا جدید، یا بهتر بگیم 13 عنصر رادیواکتیو که آخری اونها که شماره 14 است سرب هست، که سرب دیگه رادیواکتیو نیست و ثابت است و اتفاقی باش نمیفته. بنابراین وقتی که اینجا یک ماده رادیواکتیوی در طول یک زمان مشخصی که بر رابطه های ریاضیات و فیزیک است که این زمان ها رو داریم در رابطه با عناصر مختلف، در رابطه با اورانیوم همونطوری گفتیم 4.5 میلیارد سال طول میکشه تا این تشعشعات سمی به نصف کاهش پیدا کنند و در طول این مدت 13 عنصر رادیواکتیو خطرناک دیگر رو داریم که یکی از اونها 5000 سال هاف لایفش است، یکی از اونها 20 دقیقه، یکی دیگر 3 دقیقه، بنابراین با هاف لایف های مختلف. و این هم یک توضیح خیلی کوتاه در رابطه با این فرایند هاف لایف یا نصف شدن. بنابراین نصف شدن وقتی که میگیم یک ماده رادیواکتیوی نصف میشه در طول یک زمانی، نیرو و قدرتش نیست که نصف میشه، بلکه در طول این زمان تبدیل میشه به عناصر رادیواکتیو دیگری که در زمینه اورانیوم 13 هستن، که رادون رو داریم، پلوتونیوم رو داریم و 13 تا دیگه که به زودی شاید اگر وقتی بود به اینها اشاره کنیم. این از این. بله، میریم به تاریخ مرگ‌ها و به کشور سوئیس میریم. امروز ملت سوئیس به یاد میاره آگوست پیکارد رو، که کسی بود که اولین نفری بود که در سال 1930 بالونی رو درست کرد و این بالون رو موفق شد به آسمان بفرسته و در نواحی بالای تقریبا جو زمین بهره برداری کنه و مطالعاتی رو انجام بده در ناحیه بالا، و بنابراین اولین کسی بود که موفق به دیزاین و طراحی بالونی شد که بتونه یک ریسیوری رو ببره اینقدر بالا به طول تقریبا 17000 متر از سطح زمین یا 55000 پا که اصطلاحش بهش میگن. و همین شخص بود که در زمان خودش، یادآوری کنیم که این شخص در 24 مارچ سال 1962 در همای شهر برن در سوئیس به دنیا آمد و در از دنیا رفت. ببخشید امروز داریم راجع به مرگ ها صحبت کنیم. در 24 مارچ 1962 چشم از جهان فرو بست و در روز 28 ژانویه سال 1884 بود که در همای شهر برن در سوئیس به دنیا اومد. مدت زیادی از زندگیش رو در بلژیک بود، همین شهری که دیگه میدونید، همین کشوری که میدونید که در بلژیک دیگه چه اتفاقی افتاده این چند روزه،
قسمت زیادی از زندگی ساینتیفیک خودش رو در کشور بلژیک گذروند و کسی بود که بنابراین بعداً به وسیله این نوع بالون‌ها پایه‌گذار علم مدرن این هواشناسی شد که بتونیم هوا رو و وضعیت هوا رو کشف کنیم و در ورشن جدید بالونی که بعداً به مارکت داد موفق شد این بالون رو به ارتفاع 19000 متر بالای سطح زمین بفرسته و سالم این رو برگردونه و آزمایش کنه از وضعیت هوا و اتمسفری که در بالای سرمون داریم. بنابراین این شخص هم میشه گفت یکی از اساتید این قسمت بود. میریم به وقایعی که امروز رخ داده و یکی دو واقعی عجیب و غریب رو داریم و اولی اونها ما رو میبره به کشور آمریکا. در سال 1955 در یک چنین روزی اولین سکوی نفتی جهان به توسط کشور آمریکا به دریا فرستاده شد و دانشمندان آمریکایی در این روز موفق شدند که در عمق 90 در عمق تقریبا 33 متری عمق دریا رو دریل کنن، یعنی با این دریل که داشتن با از اون این رو، یعنی این چیزو به فارسی میگن سکوی نفتی، درسته که میفرستن رو دریا که دیگه به جای وصل نیست، پلتفرم‌های نفتی. اولین پلتفرم نفتی جهان رو فرستادن و تونستن کف دریا رو 33 متر چیز کنن، مته کنن و یا ببرن و به دنبال نفت بگردن. بنابراین امروز اولین روز این واقعه بود که کمپانی هم که این افتخار رو به تاریخ کشور آمریکا برد کمپانی گلاسکاک بود، دریلینگ کمپانی، گلاسکاک دریلینگ کمپانی از کشور آمریکا که این رو دیزاین کرده بود که در آن زمان 827 تن وزنش بود. در آن زمان 1955 24 مارچ. واقعه بعدی ما رو باز به کشور آمریکا میبره ولی به افتخار ملت و فرهنگ و تاریخ انگلستان، به خاطر اینکه امروز در یک چنین روزی در 24 مارچ سال 1802 بود که ریچارد ترونیچ انگلیسی بود که اولین لوکوموتیوی رو با بخار دیزاین و طراحی کرد و امروز پتنتش رو به اسم خودش کرد که کار این لوکوموتیو که اگر آقای آزادی بنویسن در روی گوگل اسم این شخص رو، این ماشین بخاری است که دارای 4 چرخ است با یک حالت جلو یک لوکوموتیو که این رو دیزاین و طراحی کرد و در 24 دسامبر سال 1801 بود که این رو برای اولین بار در شهر باستن تست کرد و از بیکون هیل که یک سربارایی است کوتاه در یکی از نقاط قدیمی شهر باستن موفق شد که 3-4 نفر رو سوار این لوکوموتیو کنه و اینها رو ببره به بالای این سربالایی و بنابراین یک سال بعد در یک همچین روزی تقاضای پتنتی رو کرد که به اسم خودش ثبت شد برای اکتشاف، میشه گفت اگر شاید بخوایم بگیم اولین تاکسی جهان هم شاید بتونیم این رو بگیم، چون کسی بود که به وسیله این لوکوموتیو موفق شد ادعی رو ببر بالا و بعد که به انگلستان برمیگرده و با افتخار میگه که در آمریکا این پروداکت رو درست کردم و پتنت دارم، اونجا میان و این پروداکت رو تست میکنن و در سال 1804 برای اولین بار این لوکوموتیو رو میارن در ساوت ویلز در انگلستان و اونجا اون رو تست میکنن و این میتونه با 70 نفر رو سوارش میکنند و این 70 نفر رو میتونه حمل و نقل کنه از این سر شهر به اون سر شهر و بنابراین این روز روزی است که این انگلیسی تونست یک کمچه پتنت و اختراعی رو به اسم خودش ثبت کنه. یک واقعیه دیگه شاید که از اون بتونیم اسم ببریم این هست که امروز در یک چنین روزی در سال 1976 رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت فورد
برای اولین بار در تاریخ آمریکا بودجه 135 میلیون دلاری رو تصویب کرد که در رابطه با این بودجه تمام مردم کشور آمریکا به صورت مجانی واکسین آنفولانزای خوکی رو بزنن در اون زمان، به خاطر اینکه معلوم شده بود که در ناحیه‌ای در آمریکا این همچه آنفولانزایی اومده به شدت افراد رو داره از بین میبره و میکشه، و وقتی که این خبر به گوش در جمهور آمریکا میرسه همونجا کاغذ رو امضا میکنه و تصدیق میکنه که تمام مردم آمریکا از کوچک و بزرگ به صورت مجانی این واکسن رو باید بزنن، که در تاریخ آمریکا این تنها واقعی است که یک همچه مس واکسینیشنی انجام شده. بعدن البته معلوم شد که بعد که تحقیق کردن دیدن که متأسفانه اشتباه شده و از اون شهر و اون ناحیه نبوده که این ویروس و این چیز شروع کرده، ولی خب دیگه بالاخره واکسن زدن زده بودن. این هم از این، از این وضعیت. و ما از هانری بکرل هم صحبت کردیم و گفتیم که امروز سال روز تولد پدرش بود، و یادآوری کنیم که هانری بکرل که پسر این دانشمند بود در 15 دسامبر سال 1852 بود که به دنیا آمد، و در 25 آگست سال 1908 بود که چشم از جهان برو بست و برنده جایزه نوبل فیزیک سال 1903 هم بود هانری بکرل. و خیلی سریع از یک واقعه دیگه هم اسم ببریم، و اون اسم بردن از اسامی خیلی کوتاه اسامی عناصری است که در زمان هاف لایف شدن، یعنی اگر من همونطور گفتم بیام 100 گرم ماده رادیواکتیو اورانیوم رو داشته باشم، پس از 4.5 میلیارد سال هنوز 50 گرم این باقی است و 50 گرم دیگه به ترتیب به توریوم تبدیل شده که هاف لایفش 24 روز هست. عنصر بعدی پروتاکتیوم هست که 1,170,000 هاف لایف پروتاکتیوم هست. اورانیوم 234 هست با 245,000 سال هاف لایف. عنصر بعدی توریوم 8,000 سال. عنصر بعدی رادیوم 1,600 سال. گاز رادون رو که در خانه هاتون دارید که عنصری است و گازی است رادیواکتیو که در خانه های قدیمی در زیر زمین ها هست، بنابراین عنصری است که به توسط و به خاطر دکی شدن یا هاف لایف شدن یا تشعشع داشتن یا تشعشعات شدن تشعشعات و مواد رادیواکتیو هست از عنصر اورانیوم که این گاز به وجود میاد و 3823 روز هاف لایفش است. پلونیوم رو داریم که 3 دقیقه هاف لایفش است. لید رو داریم نوعی از سرب که 27 دقیقه. بیستم رو داریم که 20 دقیقه است. پلونیوم رو داریم که 1,000,000 ثانیه است. دوباره 1,000,000 مثلا از بین میره، سریع از بین میره. و خب کاش همشون مثلا این بود دقیقاً. و لید یا نوع دیگری از سرب داریم که 22 سال و نیم هست. بیستم رو داریم که یا بیسموت رو داریم که 5 روز هست. و پلونیوم رو نوع دیگری از پلونیوم رو داریم که 138 روز هست. و در آخر عنصر سرب رو داریم که دیگه ثابت شده و ثابت هست و تشعشعی از خودش نداره. و یادآوری هم کنیم که شاید سوال این بیاد که فلز که اصلا به طور کلی اورانیوم چگونه به وجود اومد، از کجا پیدا شد، و داستان رو باید ببریم به زمانی که در حدود 13.5 میلیارد سال قبل انفجاری که رخ داد و کرات به وجود اومدن و یا به طور کلی جهان و سنگ‌های فضایی به وجود اومدن، از به خاطر حجم بسیار عظیم سنگ‌های فضایی مثل خورشید که میلیاردها از اونها و میلیاردها برابر از خورشید ما بزرگتر انفجاری رخ داد و در هم آمیختند،
پس از اینکه این سنگ ها و کلوخ ها به صخره های بسیار سنگی سفتی تبدیل شدن، بر اثر بنابراین فشارهای جاذبه حدود که باور نکردنی است و بی‌نهایت است و گرمای بی‌نهایت، از سرد شدن این درامیختگی و این سفت شدن، این عنصر اورانیوم به وجود اومده که خابیده است در داخل سنگ ها و صخره ها و امروز می‌دونیم که ناحیه‌ای است در شمال کشور استرالیا، نشنال پارکی است که در زیر اون همونجور که سنگو می‌کنید اورانیوم هست که بنابراین بیشترین مقدار اورانیوم در جهان رو در درست در شمال، در بزرگترین نشنال پارک کشور استرالیا داریم که بیشترین مقدار اورانیوم در جهان رو در اونجا داریم. و یادآوری هم کنیم که این توضیح بدیم که ما در جلسه قبل گفتیم که تعداد پروتون‌های تشکیل دهنده یک عنصر هستند که نوع اون عنصر رو معرفی می‌کنن. یعنی من اگر بیام ماشین ولوو رو مثال بزنم، بعد بیام یک گازی رو مثال بزنم و یک مثلا بنزین، نفت، ماشین ولوو، یه تیک سنگ، تعداد پروتون‌های تشکیل دهنده در اتم‌های این عناصر هستن که نوع و فرم اینها رو تعیین می‌کنه. حالا دیگه ولوو هم شد عنصر دیگه. نه، می‌خوام بگیم که یعنی کاملا منظور من علتی از ولوو و ماشین استفاده به خاطر فرق و اختلاف است که یک اتومبیل داریم، یک گاز داریم. یعنی ما اگر هیدروژن رو در نظر بگیریم دارای یک پروتون هست اگر اتمش، و اگر بیایم اکسیژن، گاز اکسیژن رو که تنفس میکنید نگاه کنید، دارای 8 پروتون هست. این در حالی است که مثلا گاز، یا اون گاز که نه، ولی اون ماده فرعون که به چیز میزنید، به روی دندونتون میزنید، تنها فرقش فلور با فلور با عنصر فلور با اکسیژن این است که دارای 9 پروتون است. تا اینکه میرسیم به عنصر عنصر اورانیوم که دارای 92 پروتون در هستش است. و یک مثال خیلی ساده و کوچکی هم که بتونیم بزنیم این است که این سنگین ترین، دارای سنگین ترین هسته اتم عناصر مختلف جهان رو داریم در اورانیوم. و یک مثال خیلی کوچک و ساده هم که میتونیم در رابطه با اینکه بفهمید که چه وضعیتی رو اینجا داریم این است که اگر بیاید و با یک مدادی که فرض کنید این مداد، اون قسمتی که می نویسه، یعنی نوک مداد از عنصر اورانیوم تشکیل شده باشه، یک نقطه رو که روی یک حرف میذارید یا مثل آی یا جمله ای رو تموم میکنید و یک نقطه میذارید، این نقطه دارای چه تعداد اتم اورانیوم هست؟ بله، عدد 2550 رو باید با 15 تا صفر جلوی اون بنویسید. به این تعداد، تعداد اتم هست که در اون نقطه جا میشه. و وقتی که زوم کنیم و بریم به یکی از این اتم ها برسیم و 25000 بار دیگه نزدیک بشیم به یکی از این اتم ها، در مرکز این اتم، بنابراین این نشون دهنده اینه که طبیعت واقعا باور نکردنی است، باور نکردنی است. و در مرکز این یک دونه اتم، بنابراین 92 پروتون، به طور کلی اتمیک نامبر، تعداد مجموعه تعداد اون پروتون هاست، و اتمیک ماس، تعداد مجموعه پروتون ها و نوترون هاست در مرکز هسته اتم. بنابراین وقتی که میگیم که اورانیوم دارای ماس نامبر 238 است، این به این معناست که 91 در جدول تناوبی، این اعداد رو میتونید ببینید، الان من یک جدول تناوبی جلوی من، الان میبینم که اورانیوم دارای مس نامبر 238 است و عدد اتمی یا اتمیک نامبر 92. آقای فرانک، بعد الان که این صحبت از اورانیوم میشه و همش در مورد راکتورهای اتمی صحبت میکنن، بمب اتمی صحبت میکنن، همه هم صحبت نمیدونم اورانیوم و نمیدونم اینا میکنن، این چه خاصیتی داره که اینقدر قدرت بعد از اینکه تونست اون اتمو بشکافه، چرا فقط اورانیوم این کارو میکنه؟ دقیقاً همین سوال بسیار خوبی کردید، دقیقاً سوال خوبی کردید. و این سوال به این خاطر است که مطالعه و اکتشافات دانشمندان به روی تک تک این عناصر که در جدول تناوبی یا پریادیک تیبل میتونید اینا رو ببینید،
به روی همه مطالعه شده و در آخر متوجه شدن که هسته اتم اورانیوم دارای بزرگترین هست و سنگینترین، مثلا 230 هزار برابر سنگینتر از اتم آهن، از نه از مرکز، از هسته اتم هیدروژن هست. هیدروژن هست. و بنابراین سنگین ترین در دنیا رو داریم، سنگین ترین هسته یک اتم در جهان رو داریم که مال اورانیوم است. و اما اشکالی که هست این است که به خاطر تعداد 92 پروتون و بقیه تعداد نیوترون ها که عدد 238 رو اگر منهای 92 کنید به تعداد نیوترون ها میرسید، بسیار بسیار این حالت لرزش و اینستیبل است، همونطور که همزمان که با قدرت بیشترین قدرت به هم اتصال دارند و به هم وصل هستند و بنابراین تنها هسته اتمی در جهان است که دارای بیشترین قدرت کشایش رو به هم داره، همزمان بسیار اینستیبل هست و با زدن یک نیوترون به مرکز هسته، وقتی که نیوترون رو اضافه کنیم، این استبیلیتی و این لرزش اگر به اصطلاح بگیم بسیار اینقدر شدت پیدا کنه که یک انفجاری رو نه یک چیزی تشکیل میشه، تعدادی از نیوترون ها و پروتون ها جدا میشن و یک عنصر کاملا جدیدی رو تشکیل میدن که لیست این عنصری که تشکیل شد رو براتون اینجا خوندیم. به این دلیل بود که وقتی که بیایم این رو اگر همینجوری این رو رها کنیم، به طول این مدت هایی که توضیح دادیم به این عناصر کاملا جدید تبدیل میشه. در اینجا گاز رو داریم، رادون رو مثلا داریم، با اینکه اورانیوم یک میشه گفت اگر بیایم اورانیوم رو مثل یک صخره سنگ بسیار سفتی در نظر بگیریم، این اختلاف شیمیایی و این فرآیند شیمیایی که در مرکز هسته این اتم اورانیوم رخ میده باعث میشه که پس از مدتی یک گازی رو داریم که گاز رادون هست که این هم گازی رادیواکتیو، بنابراین از صخره و سنگ به گاز و نرم بودن یا سفت بودن، بنابراین تعداد پروتون ها هستن که خواص و اصلا عنصری کاملا جدید رو درست میکنن. و این بنابراین فهمیدیم که بیشترین و قوی ترین نیرو رو و کشایش بین این هسته اتم رو داریم در این عنصر. و اینجا بود که معادله جاودانی آلبرت انیشتین رو اینجا میتونیم حساب کنیم. و این است که حتی اگر بیایم یک مقدار خیلی 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 کوچک، یعنی فقط چند تعداد کم از این چیز هسته داخلی اورانیوم رو در معادله E برابر است با M ضرب در نور خورشید به توان 2 قرار بدیم، متوجه شید که چه انرژی باور نکردنی میاد بیرون. بنابراین اون ماس، یعنی تعداد اون یا وزن اون یا جرم اون هسته اورانیوم ضرب در عدد نور خورشید یا سرعت نور خورشید به توان 2، بنابراین حتی اگر بیاید اون قد اون مقدار نوک مداد رو هم که من اینجا توضیح دارم براتون، این رو در به جای M قرار بدید و اون عدد رو ضرب در نور خورشید به توان 2 کنید، فقط نور خورشید به توان 2، ببینید چه انرژی خارق‌العاده و باور نکردنی داری که این شد که راه چیز باز شد، راه این که بتونیم راکتورهای اتمی بسازیم. و دو نفری که این رو کشف کردن که اورانیوم بسیار اینستیبل است و ریدیشن داره و با سرعت نور از خودش پرتوهایی رو پخش میکنه که خطرناک هستن، که خطرناک رو که بعد نفهمیدیم، ولی این دو نفر بودن، ارنست رادرفورد و انگلیسی دیگری به نام فردریک سودی، که در زمانی که ماری کوری داشت رو اینا کار میکرد سالها بعد اینها فهمیدن که این فلز چه تشعشعات شدیدی داره و اینها بودن که تونستن کشف کنن که تعداد پروتون هایی که در از این ساطع میشن عناصر دیگه ای درست میکنن و که تشعشعات بنابراین ریدیشن رادیواکتیو رو کشف کردن، که به خاطر این اکتشافات برندگان جایزه نوبل بودن از کشور انگلستان و ارنست رادرفورد از کشور نیوزلند، که یه ذره ما اینجا کوتاه در رابطه با اینها توضیح دادیم دیروز یا هفته قبل. بله، این خیلی سریع و خلاصه بود از وضعیت. و فقط این رو بگیم که
برای همین است که میگیم خطرناکه، مواظب باشید، به خاطر اینکه وقتی که ناآگاه باشیم و اصلا ندونیم که آقا اورانیوم چگونه عمل میکنه، رادیواکتیو چیه، وقتی میبینیم یک نیروگاه اتمی رو میسازیم، میگیم روسا بیان بسازند یا کسایی که خودشون چندین بار دچار فجایع بزرگ شدن رو مسئولیت رو بدیم دست اونا بعد بیان بسازن و اصلا ندونیم، یعنی اگر از مسئولینی که این رو اوردر دادن یا بسل کردن بپرسی اصلا این چیه، اونا که نمیدونن که، یعنی امکان نداره بتونه، چون راجع به ریاضیات و فیزیک و علم و تکنیک و اینا داریم صحبت میکنیم، یعنی چیزی که کاملا مجزاست از طرز تفکر و فکر این افرادی که آقای فرانک الان یه رشته هست میگن مثلا طرف فیزیک اتمی میخونه، یعنی با این فیزیک اتمی خوندن و اینا، یعنی این اینقدر این علم بزرگ هست دقیقاً که آره مثلا باید طرف سالهای سال درس بخونه تا بتونه درک بکنه که مثلا این جریان به این سیستم چجوری کار میکنه. درسته؟ بله، و برای همین است که بعد حالا ما یه روزی اگه وقت شد صحبت کنیم راجع به سانتریفوژ و راجع به این چیزا که چگونه غنی میکنن که بیان برسن به اون هسته‌ای که دارای بهترین شرایط گذاشتن در مکانیزمی است که بعد بتونید نیوتون ها رو به اون برخورد بدید که این رو از هم جدا کنه و اون انفجار هستی رخ بده، که در سانتریفوژ این کار میکنن و هدف یک سانتریفوژ این است که میان اورانیوم رو اینقدر به وسیله این دستگاه غنی میکنن تا برسن به نقطه‌ای که دارای بهترین نوع شرایط این است که با برخورد نیوترون ها به هسته این اتم اورانیوم حالت همون حالت ایجاد میکنن که شما میاد در روی یک میز بیلیارد در روی اون مثلث توپای بیلیارد رو جمع میکنید و میرید اون ته میز وای میسید و با ضربه شدیدی یکی از توپا رو برخورد میدید به اون مرکز به طرف این مثلثی که همه توپای بیلیارد در اون هستن و این ضربه هست که باعث پخش شدن و ایجاد یک چین ریاکشن، واکنشی زنجیره‌ای میشه که رزولتات و یا ریزالتش اون بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی بود که اون انفجار که میبینید به خاطر برخورد بنابراین نیوترون ها با هسته اتم اورانیوم هست و جدا شدن اینها و ساطع شدن انرژی باور نکردنی بر اساس در واقعش همه این کارا رو هم آقای اینشتین در مغزش انجام داده بود. آره، وقتی که اینشتین این معادله رو کشف کرد در اصل هدفش این بود که بگه که چه قدرت استثنایی و باور نکردنی در این سنگ ها هست و در این ماده هست و در اصل اگر به تاریخ برگردیم و تاریخ مردمانی رو که هزاران سال پیش در استرالیا در سرخپوستانی که در شمال استرالیا زندگی می‌کردن آبوجین‌ها رو ببینیم، در روی صخره‌ها و در مطالبی که نوشته شده اومدن و به روی اون شمال در اون پارکی که در شمال کشور استرالیا هست وقتی که در غارها کندکاری کردن و دیدن که نقاشی شده و از زمین‌ها و صخره‌ها همش عکس‌های اژدها و شیطان رو کشیدن و بعد دانشمندان فهمیدن که این منظور اینا این بوده که اینجا که میای اینجا که دست به این سنگ‌ها رو این اژدها اگر بیان با این سنگ‌ها شروع کنید کار کردن و آزمایش کنید این اژدها رو و این شیطان رو بیدار می‌کنه زنده میگه بعد می‌کشتش. بله، و دقیقاً این واقع رخ داده و برای همین است که امروز دولت استرالیا با اینکه شمال این کشور و این پارک دارای بیشترین منابع اورانیوم در جهان هست رو ممنوع کرده و هیچ کس حق نداره بره در اونجا و در این پارک چیز کنه، شروع کنه بر. خب اگه اجازه بدید بریم آگهی تجارتی این ساعت رو بشنویم، برمیگردیم بعد در کنار شنوندگان عزیزمون خواهیم بود. سپاسگزارم دوستان عزیز، تا دقایقی چند برمیگردیم در کنار شما مهربانان خواهیم بود با بخش دوم برنامه فرانک عزیز در کتاب دانش. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back. آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟ اسکاندیناویسکا و وست گروپن ارائه دهنده کلی خدمات تأسیساتی در شهر بزرگ استکهلم میباشد. خدمات این شرکت شامل فروش، نصب و تعمیرات لوفت ورم پمپ، ورم پنا، ونتیلاخون صنعتی و مسکونی، تجهیزات رستورانی، استخ، لوله کشی و دوربین های مدار بسته می باشد. ضمناً با خرید هر دستگاه لوفت ورم پمپ از این شرکت یک مونتیرینگز پاکت شامل 3 متر لوله، کابل و کانال به صورت رایگان دریافت نمایید. شماره تماس با ما 0735 90
50 21، 0735 90 50 21. SVG به شاندیز خوش آمدید. رستورانی تحسین برانگیز و زیبا با مدیریت و پرسنل جدید در مرکز شهر استکهلم. میهمانان خود را با اطمینان خاطر به محیطی سنتی و غذاهای دلپذیر دعوت کنید. شاندیز، اوپلنزگاتن شماره 7، تلفن رزرو میز 20-09-09. شاندیز.sm. نوروز را با خرید زیباترین و متنوع‌ترین کفش‌ها با اسکوپون تن جشن بگیرید. با خرید 3 جفت کفش نزد ما فقط پول 2 جفت را پرداخت نمایید و یا با خرید 2 جفت کفش فقط 50% قیمت ارزان‌ترین جفت را پرداخت نمایید. برای انتخاب و خرید کفش در تمام طول سال با این پیشنهاد ویژه و استثنایی به فروشگاه‌های ما و یا سایت scoop.se مراجعه فرمایید. با آرزوی موفقیت در سال نو برای شما، نوروزتان پیروز. سلام مادر. سلام پسرم، حالت چطوره؟ مرسی، من خیلی خوبم. شما ماشاءالله چقدر رنگ و روتون عوض شده، چقدر سرحال به نظر میرسین. شرکت همشنسمو عوض کردم، شرکت خیلی خوبیه، پرسنال خوب و با تجربه هم داره. تازه حق انتخاب پرسنال با خودمه و کلی مزایای دیگه. اسم شرکتش چیه مامان جون؟ اسم این شرکت هست مدیهد. مادر جان چقدر خوب که من شما رو دیدم. به خاطر اینکه دارم دنبال یه همشنس و پرسنالی اسیستنت خوب برای پدر و مادر خودم میگردم. آیا شما هم در صدد گرفتن و یا عوض کردن پرسنال اسیستنت و یا همشنس برای خانواده و یا عزیزان خود هستید؟ جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن های 0723-033-211 و یا 08-53-33-10-33 تماس حاصل فرمایید. medihat.se. آیا تصمیم به خرید خانه در ترکیه دارید؟ شرکت ساختمانی ینسی که معروف به ساخت لوکس ترین آپارتمان ها با بهترین کیفیت در آلانیا می باشد را انتخاب نمایید. در ضمن در صورت خرید خانه از ما تمام هزینه های مسافرت، انتقال سند، آب و برق را به عهده می گیریم. برای تماس با ما ینسی خط تیره invest.com و یا 073-904-44-81. شرکت خدماتی رنتورد. شرکت خدماتی رنتورد با پرسنلی مجرب و با خدماتی نظیر نظافت کلی و جزئی و جابجایی اسباب و اساسیه در خدمت شما هموطنان گرامی می باشد. شما حتی می توانید با خرید استد پرسنت کوچ عزیزان خود را نیز از خدمات پرسنل با تجربه ما بهره مند سازید. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 070-994-70-77 تماس بگیرید. شرکت خدماتی رنتورد. خرید خونه در ترکیه دیگه هیچ کار سختی نیست، به خصوص وقتی که با شرکت AF Real Estate در تماس باشید. شرکت AF Real Estate با در دست داشتن کادری متخصص و با تجربه در این زمینه میتونه به شما کمک کنه. AF Real Estate در حال حاضر به شما کمک میکنه که تا سقف 70% وام بانکی دریافت کنید. جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت www.2090.se مراجعه و یا با شماره تلفن 070-776-1022 تماس بگیرید. ساتوان، فروش انواع پارابول از جمله پارابول IPTV بدون نیاز به دیش و بدون احتیاجی به اشتراک سالانه فقط 1499 کرون. تعمیر و تعویض شیشه انواع موبیل ها از جمله آیپد و آیفون و سامسونگ از 399 کرون. تعمیر انواع کامپیوتر بدون هزینه ای بی اولیه. تلفن 076
203-10-20. آدرس: ریدر پلاتسن 25، واقع در یاکوبسبری سنتروم. 076-203-10-20. رستوران ونک. رستوران ونک با خوراک‌های لذیذ ایرانی و با کیفیتی بسیار بالا آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. ونک همه روزه از ساعت 11 صبح تا 10 شب و جمعه و شنبه تا 12 شب پذیرای شما می باشد. آدرس: آکلا ماریا همسگاتان شماره 24. شماره تماس 08-632-2099. کیفیت شعار ماست. ونک.se. آیا نیاز به نظافت و اساس کشی دارید؟ ساراس استد و فلوت سرویس این نیاز شما را در تمام استکهلم و شهرهای دیگر و همچنین در تمام کشورهای EU انجام می دهد. تلفن تماس با ما 08-409-09-931 و یا 073-683-33-33. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. شرکت اسیستنس فور مدلینگن با سالها تجربه در زمینه پرسونلی اسیستنس به ویژه یاری رسانی به کودکان با پرسنلی مجرب و با تجربه آماده ارائه خدمات در زمینه پرسونلی اسیستنس به شما هموطنان گرامی می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 0707-76-10-22 تماس گرفته و یا به آدرس اینترنتی www.3046.se مراجعه فرمایید. صرافی پارس، صرافی ایرانی در استکهلم با مجوز رسمی از فینانس اینسپکشن 0-333-33-16 و یا 0-333-33-17. ساعت کار ما 10 تا 18. صرافی پارس، صرافی مورد اطمینان شما برای انتقال پول شما در ایران و سوئد در اسرع وقت و به صورت قانونی در حساب بانکی شما. صرافی پارس واقع در آکلا سنتروم جنب آکلا داتا سیبیلوس گونگن 26 ب. صرافی پارس 07-333-33-16 و یا 07-333-33. داشتن یک حمام زیبا و آرامش بخش به اندازه داشتن یک تخت خواب راحت اهمیت داره. شرکت پاریس بیگ با در نظر گرفتن استانداردهای روز اروپا و با دارا بودن تمامی مدارک مربوطه شما را در طول مراحل رسیدن به یک حمام ایده‌آل همراهی می‌کند. جهت اطلاعات بیشتر با متخصص و مشاور فارسی زبان مهرداد رضایی و با شماره تلفن 070-757-1990 تماس بگیرید. www.badroomsmaster.se. بزرگترین گردهمایی نوروزی در بزرگترین جشن نوروزی دیگر بار PLA برگزار می کند. کنسرت بزرگ نوروزی در استکهلم شنبه 26 مارس در سالن گلوبن انکسد. شبی با ستارگان موزیک پاپ ایران کامران، هومن، سپیده با همراهی دی جی آل از رادیو جوان. تهیه بلیط در مراکز خرید ایرانی و volek.se. این برنامه محدودیت سنی ندارد. برای تهیه بلیط های وی آی پی با PLA در تماس باشید. 070-442-3414. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. سپانسور اصلی برنامه نیسان در بروما. صرافی آریا با 18 سال سابقه کار در نروژ و داشتن مجوز رسمی از سوئد جهت ارائه خدمات پولی و ارزی در خدمت شما هموطنان عزیز مقیم سوئد و شهر یوتوبوری می باشد. ما با اطمینان تضمین می کنیم که بهترین قیمت و سرویس را به شما ارائه می دهیم.
موفقیت و شهرت ما ناشی از تداوم طولانی ما در ارائه خدمات صادقانه و مبتنی بر قانون در نروژ و سوئد است. با یک بار مراجعه به ما همه کارهای ارزی و پولی خود را به ما خواهید سپرد. تلفن تماس با ما 031 711 99 10. صرافی آریا. نیما و ایلیا با امکانات ویژه و منحصر به فرد خود در نیسان بروما همیشه در کنار شما هستند. رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی و گیلانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنا تی قصا و خرمر کشی رنا. قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار. خب شنوندگان عزیز، بریم قسمت دوم برنامه کتاب دانش رو با هم دیگه داشته باشیم. فرانک جان در کنار شما هستیم و بریم سراغ بخش دوم از برنامه. بله، شما بله، بخش دوم رو پس شروع میکنیم. فقط ما اینجا یادآوری کنیم که از پارکی اسپوریم در شمال استرالیا و گفتیم که در این پارک و در صخره ها و در اعماق زمین این پارک هست که استرالیا دارای بیشترین ذخایر اورانیوم هست، که این پارک اسمش از کاکادو نشنال پارک. کاکادو؟ بله. اگر نای. در نقشه استرالیا گذاری، اگر شما بیارید و در گوشه بالایی که یک میشه گفت شبیه یک اگر اسبی باشه در پشت گوشه اون، این پارک رو داریم که استرالیا. کجای استرالیا؟ در شمال استرالیا، قبل از اینکه اون شبیه یک گوشه اون اسب اون بالای بالا استرالیا. مگه استرالیا شبیه گوشه اسبه؟ بیارم ببینم، نمیدونم، شاید بیارم. یا بهتر بگیم سر یک کرگدن اگر بگیم. حالا این خوش نقشه و این پارک دارای مساحتی به معادل 19800 کیلومتر مربع هست. الکی نیست استرالیا اینقدر معروفه. بله، با اینکه استرالیا سومین پرودوسر یا تولید کننده اورانیوم در جهان هست، ولی از نیروی و از نیروگاه اتمی برای تولید برق و انرژی استفاده نمی کنی کشور، بلکه بر اساس نور خورشید و نوعی از انرژی های دیگه هست که این کار رو انجام میدن. شما دنبال استرالیا میگردین یا نه؟ استرالیاش پیدا کردم، کله هرم پیدا کردم، قسمت شمالیش. اجازه بدید. نه آخه، چون من همزمان نمیتونم الان بیارم. کاکادو نشنال پارک و بزنید گوگل مپ با کو دیگه، یعنی با کی، کاکادو اینا هاشش نشنال. بله، کاکادو. و مردمانی که آبوجینر و که در اینجا زندگی کردن، درسته؟ حتما دیگه. اینها هستن که بله. تصاویر حیرت انگیز رو که به روی صخره ها کشیدن که هستش تو همین چیز اگه نگاه کنیم. نه بله، ولی اگر اجازه بدیم من اینو روی صفحه وب تیومونم برای عزیزان داشته باشم. اینم از اینجا اینجا اینجا. بله، خب بریم سراغ کاکادو تصویر رو. بله، این ببینید، این کاکادو نشنال پارک، این قسمت بالایی بله هستش. بله، زوم کنید بیرون 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 بیشتر بیشتر که هموطنا بتونن بیرندگا این محل این رو در دقیقا در اینجا، یعنی در اگر بیاد بیرون که استرالیا از دور ببینیم و بعد بریم به شمال این کشور و ناحیه‌ای، بنابراین در اینجا که زوم کنید بیرون بیرون بیشتر 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 بیشتر. آها، یعنی بیرون، زوم بیرون. نه بیرون، یعنی بله بله، استرالیا. آها، اینجا استرالیاست و در اونجا این پارک رو داریم که بله که اینجاست. خیلی سریع پس لیست بزرگترین تولید کننده و دارای بیشترین ذخایر اورانیوم در جهان رو هم شروع کنیم. آقای فرانک، حالا این اورانیومه به غیر از اینکه آدم راکتور اتمی باهاش درست بکنه یا بمیره، چه خاصیتی داره دیگه؟ خاصیت
دیگه هم داره یا فقط همینه؟ خاصیت های بسیار بسیار زیادی در زمینه پزشکی و ما اینجا از چندین نوع مختلف اورانیوم اسپوریم که پس از این دکی شدن یا هاف لایف و عناصر دیگه‌ای که این فلز از خودش تشعشعاتی وقتی که تشعشعات رادیواکتیو رو با سرعت نور تشعشعات مثل گاما و پرتوهای مثل آلفا گاما و بتا رو و به خصوص آلفا و گاما داریم که بسیار خطرناک هستند، بسیار کشنده هستند و از همه چیزا عبور میکنن، با سرعت نور میان و در راهشون همه چیز رو تخریب میکنن و سرطان خون و سرطان و سلولا و دی ان ای رو از بین میبرن. اما نوعای دیگه عناصری که بر اساس اورانیوم بر اثر این فرایند هاف لایف تشکیل شدن رو در پزشکی داریم که همین چیز شیمیایی شیمی درمانی که میان و این رو به بدن تزریق میکنن و که بتونن هم سلولهای سرطانی رو مورد حمله قرار بدن و بکشن که متاسفانه در این زمینه سلولهای سالم هم از بین میرن، برای اینکه آدم مو سرش میریزه، مو ابروهاش میریزه و غیره. و پس از مدت کمی هم به خاطر اینکه این محلول شیمیایی بر اساس رادیواکتیو دارای هاف لایف بسیار کمی هست، بعد از حدود چند روز یا هفته از بدن خارج میشه و تاثیر خودش از دست میده. بنابراین هم در زمینه انرژی و هم در زمینه سوخت و هم در زمینه پزشکی از این عنصر. لیست کشورها رو سریع بگیم، در مقام شماره 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 اوکراین رو در مقام شماره 10 داریم با سالیانه تولید 926 تن. در مقام شماره 9 کشور چین 1500 تن اورانیوم در سال، کشور آمریکا 1919 تن اورانیوم، ازبکستان 2000. میگم علکی نیست این روس هم سر این اوکراین می جنگن و برشون برشون دقیقاً. ازبکستان در مقام شماره 7 با 2400 تن، روسیه 2990 تن در سال، نامیبیا 3255 تن، نیجریه 4057 تن، استرالیا بنابراین سومین بزرگترین تولید کننده و ذخایر جهان در این کشور که گفتیم 98-99% در این پارکه بود، در اعماق این پارک 5001 تن تولید اورانیوم در سال، و کانادا در مقام شماره 2 با 9134 تن و اگر گفتید که اولین و بزرگ یا بهتر بگیم بزرگترین تولید کننده و استخراج کننده منابع اورانیوم در جهان کدوم کشور است؟ حتما نیجریه. نه، نیجریه رو گفتیم. قزاقستان با 23127 تن تولید اورانیوم و استخراج در سال باور نکردنی. شما میدونید که سوئد هم منابع بزرگ اورانیوم داره که بله بله سوئد هم داریم در البته استخراج نمیکنن. لیستای پوینتر این لیست میدونید چرا؟ یه بار اتفاقا اون خانم مودولوفسون ایستاده بود، یک خبرنگاری اومد گفتش که خب ما که این همه اورانیوم داریم چرا استخراج نمی کنیم؟ ایشون گفتش که برای اینکه خطرناکه اورانیوم، بعد تمام شهرهای بغل، دههای بغل از این آبی که از این استخراج میاد اونا چیز میشن. گفت خب پس چرا ما میریم از جاهای دیگه میخریم؟ آدمای اونا آدم نیستن. یه دفعه ایشون موند اصلا. خیلی خبرنگار قشنگه. بله میریم به فیسبوک کتاب دانش و آزادی. یک از کجا شروع کنیم که 1001 مطلب رو گذاشتیم اونجا براتون؟ بله میتونیم از یک میتونیم از این شروع کنیم که توضیحات بدیم در رابطه با وضعیت خطهای هوایی کشورهای عربی و قراردادهای میلیاردی با تیمهای فوتبال کشورهای مختلف جهان و خرید گرونترین باشگاه‌های فوتبال جهان. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به روی لباس بازیکنان و اینکه همزمان میلیون‌ها نفر از سراسر جهان لایو دارن تصاویر فوتبال رو نگاه می‌کنن چی نوشته بشه؟ فلای امارات یا فلای قطر، قطر ایرویز. باور نکرد آقا زادی. اگر به وبسایت فیسبوک ما برید میبینیم میتونیم شروع کنیم از تیم رئال مادرید که
چگونه در اقدامی کاملا بی سابقه 4 تن از گرونترین بازیکنان خودش رو از جمله رونالدو رو تصویرش رو میذارن به روی هواپیمای ایرباس خط هوایی امارات به ارزش باور نکردنی 5 میلیارد دلار که این رکلام و این تبلیغ قیمتش بوده و پولی که به بازیکنها دادن و افتخاری که برای این شرکت هوایی است. و میدونید که متاسفانه اگر بخوایم آنالایز کوتاه داشته باشیم، تمام 382 ایناست هواپیما. بله بله بله، باور نکردنی است. اگر بخوایم آنالایز داشته باشیم از وضعیت خطوط هوایی کشورهای عربی و اون رو مقایسه کنیم با خط هوایی کشور خودمون ایران ایر، متاسفانه خط هوایی ایران ایر بیشتر از 36 سال هست که از جامعه بین‌المللی و از روی سرچ ها به بیرون بوده. یعنی من اگر الان برم بنویسم میخوام از نیویورک برم مثلا فرضاً توکیو، اولین خطوط هوایی که میان آنلاین در سرچ انجین ها خطوط هوایی امارات و کشورهای عربی است. اگر برم بنویسم که میخوام از مثلا از بانکوک برم به سیدنی، دوباره خطهای عربی، از لندن به اگر بخوام از لندن برم به مثلا چیز توکیو، باز خطهای عربی. و امکان نداره که در یکی از این سرچ ها در طول این 36 سال گذشته خط هوایی ایران ایر رو ببینید. و یکی دیگه از دلایلی که کشورهای عربی موفق شدن مارکت جهانی خطوط هوایی رو در دستشون قبضه کنن، نه فقط خریدن باشگاه های ورزشی، موزه ها، کمپانی های مختلف و تبلیغ و پول ریختن است، بلکه فروش و دعوت به گرونترین شامپاین جهان. در هفته گذشته کمپانی کاتار ایویز قراردادی بست با گرونترین تولید کننده شامپاین در فرانسه که بیان و تاپترین شامپاین رو به صورت مجانی در فرست کلاس سرو کنن. در هفته گذشته خط هوایی امارات قراردادی بست با بزرگترین شرکت ساتلایت و تیوی جهان و از همین هفته پیش حتی در آقای زادی بیزنس کلاس و اکانومی کلاس میتونید 2250 کانال تلویزیونی رو لایو در روی دیسپلی های 20 اینچی و 18 اینچی جلوی خودتون حتی در اکانومی و در چیز ببینید. و کاری کردن که متاسفانه خط هوایی ایران ایر اگر میخواد چانسی داشته باشه که یک روزی به مارکت بیاد، باید نه فقط در سرچ انجین ها خط هوایی ایران ایر بارا بیاد، بلکه در فرست کلاس باید تاپ ترین شامپاین، تاپ ترین خاویار، گرون ترین کنیاک. اگر خط هوایی ایران آره، این کار رو میکنه بیاد فراموش کنین آقای فرانکی، هم از رو زمین بیاد بالا. خب حالا بعد بریم داریم. من میبینم که الان آرسنال بله اومده سنگاپور، فلای تو سنگاپور بله. این هم که مال اماراته که باور نکردنیست. فیلم های این وقایع رو ببینید. نگاهی داریم به لیست اولا گرونترین باشگاه های ورزشی جهان و اینکه اونر این ها کیه. وقتی که میریم به تیم بله منچستر سیتی که یکی از گرونترین تیم چیز جهان هست، باشگاه جهان، و این به اضافه ملبورن سیتی، تیم ملبورن سیتی در استرالیا و نیویورک سیتی در آمریکا که تیم های مختلف فوتبال هستند، اونر همه این باشگاه ها شخصی است به نام شیخ منصور که گویا معاون نخست وزیر امارات متحده عربی است که این باشگاه رو داره و با تبلیغات و خلاصه باور نکردن است کاری که کردن که چگونه. و به خصوص مسئله دیگه که خطای کشورهای عربی موفق شدن که خیلی از نه فقط ایران بلکه حتی لوفتانزا و خطای ایر فرانس و خطای معتبر جهان هم نمیتونن با اون رقابت کنن، فرودگاه های باور نکردنی رو که ساختن و لیتست تکنولوژی که کاستومر ها رو وقتی که من مثلا فرضاً میخوام از لندن به تایلند برم یا به ژاپن برم، کاری که میکنن هواپیما رو میشونن در مثلا دبی یا در قطر و در شاپینگ سنتر هایی که درست کردن که در نوع خودش بی‌نظیره سالیانه
بر طبق آمار فقط دیوتی فری شاپ های فرودگاه دبی 30 میلیارد دلار پول میرزه به خزانه فقط دیوتی فری شاپ فرودگاه مختلف دبی. همچنین پولای باور نکردنی رو که کاستومرها میان 3-4 ساعت در اونجا هستن، کنیاک میخرن، خاویار میخرن، سوورنیر میخرن، چیزهای خاطراتی میخرن یا هرچی، غذا میخورن و از تمام تقریبا خطا میان و میشینن اینجا و چه پولهایی که فقط از طریق یه فرودگاه میاد به خزانه یه کشوری در زمینه توریست هم این کار کردن. و بعد ببینم آقای فرانک، این الان این کاری که اینا دارن میکنن ما داریم میبینیم، این اومدن تمام مثلا از چون من الان میبینم رو سایتتون گذاشتین این اماراتی اومدن تیم ریال مادریده، یکی مال آرسناله، بله بله، یکی مال همین چند تا از همین چیزات، بعد اومدن همین مثلا 5 میلیارد دادن که فقط عکس اینا رو بزنن رو هواپیما، پول دادن. و این کاری که کردن این است که مهمترین لحظه این است که شما وقتی که دارید مثلا بازیکن آقای اون آرژانتین چی بود اسمش که مال رونالدو؟ نه آرژانتین که آه چیز مارادونا، نه همین که جدیده علی پروین دارم از چیز میگم رونالدینو که به ایران گل زد در لحظه آها مسی، مسی تیم مثلا وقتی که میلیون ها نفر، صد ها میلیون نفر در گوشه و کنار جهان دارن فوتبال نگاه میکنن و مسی رو میبینن، سلاتان رو میبینن و بقیه رو میبینن و رونالدو رو میبینن، بروی سینه اینها و لباسشون تمام مارک خطای هوایی کشورهای عربی است. دقیقاً. و از این طریق و ما میدونیم که در تبلیغات یک از لحاظ سایکولوژی یک رازی نهفته است و این است که شما وقتی که در روی یک فیلمی یا تصویری که مورد علاقت هست داری نگاه میکنی، بر اساس بر طبق اثبات روانشناسان اون تصویر رو که میبینی حتی اگر اون لحظه اثر نکنه، ولی چند هفته بعد، چند روز بعد که میخواید بلیت بخرید جای برید، این شما رو اتوماتیک میاره به اون فلای امارات یا خطهای هوایی کشورهای عربی و اتحاد رو داریم از عربستان و قبضه کردن مارکت جهانی رو. اصلا یه مسئله هست، یه مسئله هست، میگه آن که از دیده برفت از یاد برفت، یعنی اگه کسی رو نتونی ببینی، یا سوئدی ها میگن سین سینته فین سینته، دقیقاً باید دیده بشی تا باش. از لحاظ استراتژیک کارهای استثنایی کردن. یادآوری کنیم که لیستی رو داریم از لیست گرونترین باشگاه های فوتبال کلاب های جهان در مقام شماره 10 AC میلان به ارزش 775 میلیون دلار، در مقام شماره 9 جوونتوس از ایتالیا 837 میلیون دلار، لیورپول از انگلستان درسته 982 میلیون دلار، آرسنال از انگلستان 1 میلیارد و 300 میلیون دلار، چلسی که صاحبش همین معاون نخست وزیر امارات متحده عربی هست، صاحب این تیم، ارزش این باشگاه است 1 میلیارد و 360 میلیون دلار. منچستر سیتی باریم، بازم از انگلستان، 1 میلیارد و 370 میلیون دلار. اف سی بایرن مینشن رو داریم به ارزش 2 میلیارد و 340 میلیون دلار. منچستر یونایتد منچستر یونایتد پس این در موقع سوم، ما قبلی گفتیم منچستر سیتی بود. بله. منچستر یونایتد به ارزش 3 میلیارد و 100 میلیون دلار. اف سی بارسلونا به ارزش 3 میلیارد و 170 میلیون دلار و بالاخره گرونترین باشگاه ورزشی فوتبال جهان که تصاویر باور نکردنی بازیکنان این تیم رو به روی هواپیمای خط هوایی امارات دارید، به ارزش داریم تیم ریال مادرید به ارزش 3 میلیارد و 260 میلیون دلار هست که خدا بده باور نکردنی. و اینجوریه که مارکت رو قبضه کردن و برای مسابقات جهانی فوتبال سال آقا زدی 2025 درسته در قطر، درسته نه فقط خطهای هوایی این کشور آمادن که همه شماها رو با قیمتهای معقول به این مسابقات بیارن، موزه های این کشور دارای گرونترین
تابلوهای نقاشی‌های جهان هست که میدونید میلیاردرهای قطری رفتن در این دو سه سال گذشته گرونترین تابلوهای رامبراند و تابلوهای نقاشان معرف جهان رو در چیزها خریدن و اینها رو بردن به موزه ها که آمادن که شمایی که میایید فوتبال رو ببینید و با یک مثلا خط هوای عربه میایید در بلیتی هم که میخرید یک مقدارم تخفیف میدن برای رفتن به موزه، در فرودگاه ها آماده است. و خلاصه اینجوریه که همین کشورهای اسلامی مسلمان آخرین شامپاینا رو میدن بخورین، بله، گرونترین ودکا، گرونترین شامپاین، گرونترین شراب، گرونترین کنیاک در خطهای مسلمانترین کشورهای جهان سرو میشه. بله، اینم از اخبار. خب دوستان عزیز، با اینکه من میدونم امروز خرطوشتاک هست، بسیاری از عزیزان به مسافرت رفتن، روز دوشنبه هم تعطیل رسمی هست، فردا هم تعطیل رسمیه، همه اینا رو ما میدونیم، ولی اگه عزیزانی هستن که صدای ما رو میشنون و سوالاتی رو دارند میتونن با شماره تلفن های 2398 و 98843 با ما در تماس باشن. خب آقای فرام میتونیم ادامه بدیم تا عزیزان بخوان بخونن. این خبر بیاد میریم به فیسبوک کتاب دانش و یک فیلم یا تصویر باور نکردنی دیگر رو داریم. آقا زدی در رابطه با از کجا شروع کنیم؟ بله، بریم به آتش نشانا، بریم به اپ جدید و آپدیت جدید اپ فوتو، گوگل فوتو، که از فوتو. امروز شمایی که اپ جدید گوگل فوتو رو چه در موبایلتون میارید، چه در کامپیوترهای ویندوز میارید و چه در کامپیوترهای اپل میارید و به سفری میرید، شروع به عکس برداری کردن میکنید و بس از این که حالا 200 تا 300 تا عکس میگیرید و از سفر که برگشتید با زدن یک دگمه به روی این اپ آلبومی بسیار زیبا دیزاین و طراحی میشه که نه فقط میتونید عکس های زیبای خودتون رو ببینید، بلکه هر عکسی تک به تک محلش به روی نقشه سفر که رفتید هم میتونید به روی گوگل ارت ببینید محل گرفت شده اون عکس رو. و اگر موبایلتون قابلیت یا اون فانکشن یه او تگ به این معناست که در روی هر عکسی تگی ثبت میشه که به گوگل ارت وصله و محل دقیق گرفت شدن عکس در روی کره زمین رو میتونید ببینید، و اگر شما این تگ رو اکتیو نکرده باشید، اگر گوگل بک‌گراند رو پیدا کنه، مثلا فرض کنید رفتید در مصر، در نزدیکای اهرام ثلاثه مصر یک عکس گرفتید ولی تگ رو اکتیو نکردید، به هر حال دیتابیس گوگل که دارای 300 هزار عکس از نقاط دیدنی در جهان هست، این تصویر رو و این عکس رو به دیتابیسش وصل میکنه و به شما میگه و به بینندگان میگه که این عکس در مصر و در یعنی لوتون میده. خب بریم سراغ 2398 بفرمایید بر روی خط هستید شما. گوگل فوتو 2398 بفرمایید. 2398 خب ایشون قطع کردن. بریم سراغ 98843 بفرمایید. خواهش میکنم. سلام آقای نوید آزادی. خواهش میکنم عزیزم بفرمایید. درود به شما. تبریک مجدد و تبریک به سال نو به شما و فرانک عزیز. و همچنین تبریک به شما. بفرمایید. آقای فرانک عزیز، من دو تا سوال دارم. یکیش خیلی ساده در رابطه با شارژ لپتاپ که جدید می‌خریم. بعد خیلی‌ها میگن، بعضی‌ها میگن که مثلا لپتاپ جدید صاف شارژ میشه توی دست خود کارخونه و شرکت‌ها. آیا ما با چند ساعت این زیر شارژ بذاریم مثلا یک لپتاپ جدید یا مثلا یک آیپد؟ و سوال دوم اینه که آیا انواع این مثلا اینترنت و مخصوصا با این موبایل اینا امواج اینا ضرر داره؟ چقدر مثلا کسانی که با موبایل خیلی صحبت میکنن آیا این امواج ضرر داره به انسان یا نه؟ و یک سوال دیگه هم داشتم در رابطه با لپتاپ. میتونم نوع لپتاپ رو بگم بهتره مثلا؟ چرا که نه، بگین. نه خیلی هیچ هم تبلیغات نمیشه. بگین عزیزم. تبلیغات نیست. من سوال دارم که لپتاپ اسر بهتره یا توشیبا مثلا؟ اینو به من چیز بگین، چون من ایسر بهتر است یا توشیبا؟ بله. ها اوکی، سه سوال دیگه. بله بله، شنونده داشتیم با سه سوال واقعا مهم و خواهش از رادیو گوش کنین، سپاسگزارم. بله، سه سوال بسیار بسیار مهم و حائز اهمیت که
در رابطه با اولین سوال که این هست که آیا وقتی که یک موبایل تلفنی رو یا یک سرف پلیت رو یا آیپدی رو یا سامسونگ گلکسی رو در برق شارژ میکنیم همش در برق بمونه خوبه یا نه، که آخرین تحقیقات نشون داده که به خصوص در زمینه لپتاپ ها، چون نوع مکانیزم عملکرد باتری هایی که در یک لپتاپ هست با آیپد و آیفون و موبایل تلفن فرق میکنه، اگر از کامپیوترها و لپتاپ ها شروع کنیم، معمولا رکامنداسیون این است که اگر بیایید و سیم برق لپتاپ رو همینطوری در لپتاپ نگه دارید که همش در زیر چارج باشه و از باتری استفاده نکنید، پس از مدت کوتاهی، ممکنه 3 ماه باشه، ممکنه 6 ماه باشه، ممکنه 8 ماه باشه، عمر این باتری کم میشه و به خاطر این هست که این به این دلیل است که فرایندهای شیمیایی که باید در باتری انجام شه که این باتری شارژ بشه و بعد شارژ خودش رو دیسچارج کنه و این رو به صورت انرژی به لپتاپ برسونه، اگر این فرایند انجام نشه عمر این باتری کم میشه. بنابراین ریکامندیشن ما به شما این است که حداقل هر 10 روز یک بار، یک بار در هفته، یا سیم برق لپتاپ رو از لپتاپ جدا کنید و لپتاپ رو با باتری کار کنید و پس از حدود 10 ثانیه 20 ثانیه که این کار کردید، اگر ماوس رو ببرید و روی آیکون باتری در گوشه پایین سمت راست ویندوزتون یا دیسپلیتون قرار بدید، مسیجی میاد بالا که به شما میگه که الان مثلا 92% از باتری مونده و تا 2.5 ساعت 3 ساعت دیگه کار میکنه. و وقتی که سیم رو دوباره وصل میکنید، اون علامت باتری یک دونه آیکون کوچک پریز برقم یا سیم اون برقم میاد روش که به این معنی است که الان به برق وصله. یکی از کارهایی که میکنید این است که یا سیم باتری رو از سیم برق رو از لپتاپ هر 10 روز یه بار، یک هفته یه بار جدا کنید، و یا اینکه به جای که این کار کنید، بیاید سر اون سرش رو که به پریز برق میده رو به یه دونه از این سه شاخه‌ای وصل کنید که یک دگمه داره، بعد اون رو بذارید زیر زمین یا دم دستتون و به جای که این سیم رو وصل کنید و دوباره بذارید، اون دگمه رو 10 روز یه بار یا هفته یه باری خاموششون کنید و از این طریق میتونید این رو طول عمر باتری اضافه کنید. البته فراموش نکنید همه باتری‌های دنیا بیشتر از 2 سال عمر میکنن، بعد 2 سال خراب میشن، حالا بعضیا کمتر بعضیا بیشتر، ولی در اصل بعد 2 سال خراب میشن. وضعیت شیمیایی در باتری‌ها، کسی شرکتی که اینا رو دیزاین کرده، از چه ماده شما استفاده کردن، از چه تکنیک استفاده کردن، برابر این همه اینها تاثیر داره. ولی یکی از بهترین راههایی که میتونید طول عمر باتری رو زیادتر کنید استفاده از اون است و اون همانا توضیحاتی که اینجا دادیم. بله، سوال بعدی که یعنی در رابطه با اختلاف بین دو کمپانی تولید کننده کامپیوتر در جهان است که دو تا غول پیکر تولید کامپیوتر، کمپانی توشیبا از ژاپن رو داریم که دارای فانکشن و دیزاین و طراحی کمپانی بود که اولین کوچکترین کامپیوترهای جهان رو دیزاین و طراحی کرد و این رو به تاریخ و فرهنگ ژاپن برد، very high tech، خیلی اونسرات بسیار جالب. ایسر رو داریم از کشور تایوان که بزرگترین و تاپترین، یکی از بزرگترین و تاپترین تولید کنندگان لپتاپ در جهان است از کشور تایوان. کاری که شما باید کنید این است که شما کاستومر هستید، برای همین است که کمپانی توشیبا مبارزه میکنه با دیزاین، فانکشن، طراحی، و کمپانی ایسر هم با دیزاین، فانکشن، طراحی که همین مبارزه رو میکنن که شما انتخاب کنید که کدوم یکی از اونها بهتره. و سوالی است، بنابراین جوابی نداره به اون صورت دیگه، جوابش همین اصلا داستان اینه که آقا کدوم انتخاب کنید. یعنی شما نمیتونید همینجوری رو هوا بگیم چون مثلا شما برو توشیبا بخر بهتری یا ایسر بخر. کاری موضوعی که جالب است این است که وقتی که میرید به لپتاپ بخرید به گارانتی نگاه کنید، چقدر گارانتی میدید. برای مثال کمپانی ایسر در حال حاضر در مارکت سوئد 12 ماه گارانتی میده برای لپتاپش، اما کمپانی ایسوس که این هم رقیب شماره یکشون از همون کشور 24 ماه گارانتی میده، لنوو از کشور چین 24 ماه گارانتی میده، هیولت پکارد از کشور آمریکا 12 ماه گارانتی میده و مانیفکتچر گارانتی. بعدم که قوانین کشور سعود داریم که پشت همه اینا هست به نوبه خودش. بنابراین نگاه کنید به نوع پروسسور، مقدار مموری، نوع هارد درایو، آیا SSD هست، چه نوع جنریشنی آف ماکرو پروسسور ها روی اون هستن، همه اینها شما رو تعیین کننده این هست که کدومی که از اینا بهتره. بریم سراغ یک سال آخری هم داشتن ایشون در رابطه با اینکه
این تششعات این تششعات بله. آخرین ریسرچ ها و تحقیقات نشون داده که متاسفانه خیلی از دستگاه‌های الکترونیکی که در اطراف ما هستن بله دچار اینها تششعات هستن، ریدیشن دارن، تششعات دارن، ولی نوع اینها وقتی که میگیم ریدیشن معمولا ریدیشن در رابطه با تششعا و پخش شدن ذرات مخرب از پرتوهای مثل اورانیوم و غیره هست که به اینا میگیم ریدیشن که کشنده و خطرناک هست، ولی در رابطه با دستگاهی مثل موبایل تلفن دیگه نمیتونیم این رو بگیم ریدیشن، بلکه نه به فارسی به این چی میگن. به حال این هم یه سری چیزها داره و سیگنال ها امواج و تحقیقات ادامه داره، ولی اتفاقی افتادی است که کمپانی های بزرگی مثل اپل، مثل سامسونگ، مثل LG و غیره در هر پروداکت جدیدی که به مارکت دادن هم متریالی که در این درست شدن این دستگاه بوده رو بهتر کردن و most environmental کردن و هم امواج رو کاهش دادن. برابر این هرچی که به عقب برید مقدار این امواج بیشتره، گرما در این دستگاه بیشتره در موقع استفاده کردن. برابر این به این مسائل توجه کنید، هرچی جدیدتر باشه پس بهتره. 2398 بفهمید خواهش میکنم. خب دوستان زنگ میزنن تحمل نمیارن و قایم چیز میشن. آقای فرانک بوک کتاب آقای فرانک اجازه بده. بله 9843 بفهمید خواهش میکنم. با درود به شما آقای نوروزی. با درود به شما بفهمید و سال نو رو تبریک میگم. با درود به شما آقای فرانک، من یه لپتاپ دارم، این موقعی گوگل الان زدم مدتی داره میگرده منتها پیدا نمیکنه، و یه دونه قبلا این که تو این لپتاپ من وقتی مثلا یه برنامه رو میارم میخوام بیارم جلو شروع میکنه روش هی تصویر آمدن، هی تصویر میاد، هی تصویر جدید میاد، رکلام میاد. بله ببینید متاسفانه شما به احتمال زیاد دچار یک تروجن یا ترویان شدید که برنامه ایست که به روی کامپیوتر شما اینستال میشه و کارش این است که جلوگیری کنه از اینکه شما کارتون رو به صورت درست انجام بدید. وقتی که میخواد یک صفحه باز کنید یه پنجره دیگه باز میشه، بعد که اونو میبندید یکی دیگه باز میشه، بعد که میخواد به روی اینترنت برید یه سایت دیگه میاد. بنابراین دچار یک نوع از ترویان شدید که متاسفانه اینها به چندین نوع مختلف عمل میکنن و در چندین رده مختلف هستن که بدترین و خطرناکترینشون این هست که میاد و بدون اینکه شما این مسائلی رو که الان میبینید و گفتید رو ببینید خودش رو به روی کامپیوتر قرار میده و شروع به ضبط کردن حرکات و عملکردی میشه که روی کیبورد دارید. بنابراین تمام پاسوردهای ایمیلاتون، پاسوردهای فیسبوکتون، پاسوردهای بانک و همه رو ضبط میکنه و میفرسه. و نوع دیگرش نوعی که مثل همونی که شما دارید مخرب است و پارالایز میکنه، یعنی شما رو از کارتون چیز میکنه، هر وقت میخواید کاری کنید رو به هم میزنه، از بین میبره و نمیذاره به کارتون برسید. باید با یک متخصصی در تماس باشید، یا کامپیوتر برید پلوش یا بیاد پلو شما، که اون شخص بتونه اول از فایلاتون یک بکاپ کامل بگیره و بعد سیستم رو بتونه این ترویان رو به نوعی مختلف. شما چه ویندوزی دارین؟ ویندوز 10. بعد اورجیناله ویندوزتون؟ همین که نصب کردم دیگه، نه دیگه. آها از همینایی که نصب شده و بعدن چی شد. اوکی. اینو توجه داشته باشید که متاسفانه یکی از بزرگترین مشکلات این هستش که ویندوزهایی که به قول سوئدی‌ها میگن کنکا شده است، یعنی کداشو برداشتن و آدم میذاره، اینا خودشون تمام در و پیکر رو در واقع بازه، یعنی مثل اینکه قفلای در یه خونه رو بشکنیم، پنجره رو باز بکنیم و بعد اونو شما اینستال کردی و شما هیچ رقم جلوی اینا رو نمیتونیم بگیریم. من بهتون بگم اگه الانم دوباره پاکش بکنین و یه ویندوز دیگه بزنین، همون ویندوز رو دوباره برداریم بذارین یا برین مغازه‌ای هستن که 200 تومن از آدم میگیرن این کارا رو میکنن، شما به یه ماه نمیکشه دوباره همین مشکل رو خواهید داشت. و همین دلیل شما باید ویندوز اورجینال داشته باشید، باید آپدیت هاتون رو داشته باشید، باید ویروس پروگرام اورجینال داشته باشید تا بتونید جلوی اینا بگیرید، چون میدونید که این دور زمونه ویروس ها و اون کسایی که از شما میخوان سوء استفاده بکنن بسیار عاقل شدن، یعنی اینا دیگه اون شوخی بردار نیست مثل 10 سال پیش و اینا دیگه. یعنی که بعد مراقب کامپیوترتون باشین، بعد آدم میره مثلا یه دفعه تو بانکش میخواد قبض پرداخت بکنه، آدم مثلا میخواد 4 تا میل مهم بفرسته، همه چی ازتون سوء استفاده میشه دیگه. من به دلیلش چیکار بکنیم؟ راه حلش یه ویندوز اورجینال میرین میخرین،
این کامپیوتر میدین دست یه متخصص با یک ویندوز اورجینال براتون اینو پاک میکنه، ویندوز اورجینال رو میذاره، آپدیت ها رو میذاره، یه ویروس پروگرام هم میذاره، با خیلی راحت میرین کار میکنه. از فایل های مهمتون یک کپی میگیره، اونها رو دوباره چک میکنه، بعد سر جاش میذاره. بله برای من یک مرحله طولانی در پیش رو دارید که این رو به حالت عادی و درست برگردونید. پس اینو با یه کامپیوتر جدید بگیریم بهتره، بهتر نیست؟ 100 درصد 100 درصد. نه ببینید متاسفانه همین این خیلی مسئله مهمه، چون چرا فرانک کامپیوتر جدید بخرن ویندوز اورجینال میشه؟ دقیقاً این که درسته، این درسته، ولی منظور من این بود که نیایید هزینه رو مقایسه کنید با بگید پس چون مثلا اگه فرضاً میگیم مثلا 500 یورو یا 5000 کرون قیمتش میشه، بنابراین برم یه کامپیوتر جدید بخرم و ارزش این کامپیوتر و این کار در اون مقدار متریالی که شما روش دارید قرار گرفته. ممکنه روی این کامپیوتر شما متریال یا داکیومنت ها یا ایمیل یا تصاویری رو دارید که مثلا 100 هزار کرون قیمتشون هست برای مثال، اون موقع نمیتونید بگید پس اگر من برم یه کامپیوتر جدید بخرم مشکل هم شه، چون نه دوباره اون مشکل هست، دوباره باید یه نفر بیاد این عکس ها رو کپی کنه بیاره کامپیوتر ویروس چک کنه فلان کنه. بنابراین از مشکل با خریدن یه کامپیوتر جدید، ولی اگه چیز خاصی نداشته باشن اشکالی نداره، بهترین میشه. اگر موضوع خاصی نیست و هیچی از اون کامپیوتر رو قابل ارزش نیست سرتون، میتونید اون پول رو اینوست کنید روی کامپیوتر شماره دو، ولی طبق اصول میدونیم که اون موقع دو تا پرابلم دارید، یکی یه لپتاپ دارید که شاید قدیمی نباشه پر از ویروس و ایناست، بعد رفتی پول دادید یکی دیگه هم خریدید که اگر درست عمل نکنید اون هم دوچار این وضعیت میشه. بنابراین در اینجا باید برید و مسئله رو به صورت درست و دقیق حل کنید. آره کامپیوترتون چند سال قدیمیه؟ سه سال قدیمیه. بعدن همون دیگه شما بعد سه سال برابر 6 سال چیزه. میدونید که در هر دنیای کامپیوتر هر یک سالی برابر است با 10 سال در طول چیز عمر ما انسان ها. بنابراین کامپیوتر شما 30 سال قدیمیه. در اصل برای یه کامپیوتر جدید اگر بگیریم به جای اینکه برین 1200-300 کرون پول ویندوز بدید، 300-400 کرون پول ویروس پروگرام بدید، نمیدونم اینا بدین، بله این پولو بذارید و یه کامپیوتر جدید بگیرید که ردان اینا روش هست دیگه. 2000-3000 کرون هم پول کارو بدین دیگه. عزت نکن فرانک، عزتشون بدین. قربان شما، موفق باشید. بدرود میگم، خدا نگهدارتون. 2398 بفهمید خواهش میکنم. این دوست ما 2398 زنگ میزنم و قطع میکنم، وقت دیگران هم میگیرم. بله آقای فرانک، پس بریم به فیسبوک کتاب دانش و نگاهی داریم به جدیدترین تفنگ جهان که به صورت یک موبایل تلفن هست. بله بله خیلی هم بده، باور نکردنی است دیگه. شما یعنی موبایلتون رو که از جیبتون در میارید معلوم است که آیا این یک تفنگ یا یک موبایل تلفن. آقا اگر تصاویر و فیلم های جدیدترین کمپانی آمریکایی در شهر مینیسوتا به نام، بله کمپانی است که من نفهم چرا این کارا رو میکنن، ایدئال کانسیل، شرکتی آمریکایی است که در هفته گذشته پرده برداری کرد از یک اسلحه که شبیه یک آیفونه یعنی. و دلیلش همینه که گفتن که تا به حال این بوده که ما آمار گرفتیم که پلیس آمریکا خیلی از افراد رو الکی با تیر زده، چون اینا از جیبشون یه چیزی درآوردن که شبیه اسلحه بوده و پلیس اینها رو تو خیابون کشته، و حالا ما برای اینکه از کشته شدن مردم جلوگیری کنیم اومدیم یک تفنگی درست کردیم که شبیه آیفونه یا موبایل فونه که وقتی اینا از جیبشون در میارن پلیس الکی اینا رو باتین. و یه دلیل دیگه اش هم این است که اگر آقا دارید فیلم‌ها و تصاویر این تفنگ رو بشتابید که الان زدم نمیاد، فیلم نمیاد، نه این امروز منم این یک دو روزی که این اتفاقات در چیز افتاد و اینا در همین بروکسل و این افتاده یه ذره همچین اینترنت ها ضعیف شده، ولی بعضی سایت های بله خب حالا من نسب اول ما دو تا شنونده هم داریم آقای فرانک. بله بعد ما اینا بگیم که وبسایت این کمپانی رو در مینیسوتا به روی فیسبوکمون گذاشتیم، و یکی دیگه از دلایلی که گفتن این اسلحه خیلی چیز خوبیه این است که در روی وبسایتشون فیلم گذاشتن از یک دختری یا کسی در خیابان داره میره که دوزا میان و بهش میگن که موبایل تو بده، موبایل تو میخوام بدازیم، که این دختر موبایل رو در میاره و تق 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 با موبایل بفهمم اینم از این تق تقش مهمه. خب حالا من تا این فیلمو بخوام بذارم بریم اول سراغ 983843. جانم بفهمید خواهش میکنم. درود آقا نوید، قربان شما، بفهمید بر روی خط هستی. مرسی، بفهمید. یه دونه مکبوک دارم وصل به تلویزیون، الان مدتی وقتی که برنامه روش نگاه کنم مثلا فیلم یا اینکه معمولا فیلم،
که نگاه میکنم بعد از یه مدت نیم ساعت اینا فیلم یا اون چیزی که میگذره حالت ریستارت میشه، استارت اون میشه. این مشکلش اگه ممکنه در واقع وقتی گرم میشه مثلا، آره حالا نیم ساعت معمولا، بعد موقعم یک ساعت میگذره یا برنامه های زنده میبینم مثلا اینجوری میشه، استارت اون میشه. کامپیوتر مکبوک پرو شما؟ آره. بله. آیا مکبوک پرو بود گفتین؟ آره آره. بله. این دو سال پیش خریدمش. دو سال پیش خریدین این رو؟ یک سال عوض میخوام، یک سال. یک. بله. بعد آپریتینگ سیستمی که روی این هست آیا جدیدترین هست؟ ال کپیتان؟ اونشو نمیدونم. بعد یک سال، دقیقاً یک سال پیش، هنوز یک سال هم نشده بهم گفتن که توی اپل گفتن که این جدیدترینه که اومده، مونتا اون بستگی به اون گیگابایتی که داشت این ارزون تر بود نسبت به این. بله. نسبت به مینش منظورتونه یا هردیسکش؟ آره. بله. 250 گیگابایت SSD. آره. و 8 گیگابایت مموری. آره آره. بله. دقیقا. ببینید آیا این واقعی که رخ داده به این صورت است که شما مثلا اولین باری که رخ داد بعد پس از اون یه بار دیگه رخ داد، بعد یه بار دیگه، هدف این است که سوال این است که آیا فکر میکنید که تعداد این خاموش روشن ها به مرور زمان در مثلا واحد زمان بیشتر شده؟ آره نزدیکتر میشد، یعنی زودتر میشد. قبلا کم بود، یه بار. بله، در روز یه بار، دو بار بود، یه دفعه در روز شد، چهار بار، پنج بار. درسته. بله. آیا شما این لپتاپ رو که قرار میدید روی چه سطح این رو قرار میدید؟ آیا زیرش اون رومیزی های میز شیشه ایه؟ بله. به احتمال بسیار زیاد معمولا یکی از دلایل این ایراد به دو دلیل این واقع رخ میده، یا بهتر بگیم به سه دلیل که درصد این هاست که اینجا تعیین کننده است. اولین عامل که دارای کمترین احتمال درصد است ولی ممکن است، اشکالی است با دیوایس هایی که روی مادربورد این لپتاپ هست که اشکال ایجاد میکنه و سیگنال میفرسته که باعث خاموش شدن کامپیوتر میشه. احتمال بعدی در مموری این هست که این لپتاپ به دلایل مختلف مموری ماجول هایی که داره دوچار خلال اختلال اشکال شدن که این حدود 25-30% است، ولی در رابطه با هارد درایو هم معمولا این رو داریم که به دلیل اینکه معمولا هارد درایوی که روی این هست از نوع جدیدی از هارد درایوی SSD است که در یک شل نیست و در حالت یک چیپست است که بهشون میگیم M.2، نوع جدیدی از اینا هست، اینها هم بسیار بسیار راحت ممکنه دچار اشکال بشن. ولی بیشترین عامل همین است که آقای زاد اینجا اشاره کرد، احتمال این هست که به دلایل اینکه این کامپیوتر احتمالاً در محلی قبلاً استفاده شده که شاید یک اینراستی باشه، شاید خاک باشه، شاید نزدیک حمام باشه، رطوبت زیاد بیاد، ممکنه در یک جایی باشه که گرد و خاک زیاد باشه، نزدیک آشپزخونه باشه که اینا باشه، محفظه هایی که هوا رو میگیرن و عبور میدن هم دچار این شدن که گرفته شدن، و همین که این موادی که گفتیم شاید بخار باشه، ممکنه روغن آشپزخونه باشه، در محل این دراسه باشه، میرن و روی پنکه ها و قسمت هایی که میشینن که این رو خنک میکنه و گرفتگی ایجاد میشه. و بنابراین کاری که شما باید کنید است که ببینم ببخشید من دست بزنید ببینید داغ یا نه. اینو بعد یه مسئله است، شما قبلا اینو بغلتون میکردین مثلا، میشستین یه پتو هم مینداختین رو پاتون، مثلا میشستین چیزی نگاه میکردین و مطلب میخوندین و اینا؟ از این کار من دست بهش نمیذارم. همیشه از این کامپیوتر از وقتی خریدین گذاشتی رو اون شیشه فقط. همیشه رو میز. هر کاری هم بخوام ممکنه مین نشم باشه آقای فرانک. دقیقاً. من موس چیز دارم از روی اون با کیبوردم پیش خودم رو مبل اونجا کنترل داره. آیا شما این لپتاپ رو از طریق اپل تیوی وایلس به تیوی وصل کردید یا از طریق این ادابتری که با HDMI میاد، یعنی دیسپلی پورت رو به HDMI تبدیل میکنه؟ یه کابله که به تلویزیون سمارت هم هستش، سامسونگ وصله، یعنی HDMI با کابل HDMI. بله. بنابراین از قسمت دیسپلی پورت کوچک لپتاپ میرید به یک ادابتری. آره. که این کابل رو میکنه HDMI. آره. به تیوی. بله. خب شما میتونید، شما کارم که میکنید این است که در اصل برای کانکت کردن دستگاه اپل و لپتاپ های اپل و آیپد و آیفون به یک تلفن به صورت وایلس، اولین ریکامندیشن اپل تیوی هست که میتونید این کار رو انجام بدید از این طریق.
حالا به هر حال شما دچار این مسئله هستید، یکی از کارهایی که میتونید کنید است که معمولا ریست کنید این لپتاپ رو، به حالت اول برگردونید اگر بلدید به چه صورت، و اگر درست نشود باید هر چه زودتر از گارانتی این دستگاه استفاده کنید و ببرید این رو به اپل و بگید که این مسئله رو توضیح بدید بهشون. بله اگر گارانتی دارید. داره دقیقاً داره. اگه گارانتی داشته باشید اصلا دستکاریش نکنید، ببرید و بزنید که خودشون این کارو بکنن. آره داره گارانتی. البته من بتونم بگم زیاد چیزی هم نیستا که فکر کنید الان بردین و اینا درستش میکنن. بعضی وقتا هم میبرن و طرف مثلا حوصله‌اش نمیاد، میذاره یه 20 دقیقه فیلم نگاه میکنه میبینه چیزی نشد، بعد مینویسه اوکی و میاریم، بعد میبینه همین اه بس. ولی اگه شده 3 دفعه هم شده ببرین، یعنی اگر که یه ای بیو دقیقاً اگه یه ای بیو که احساس میکنین هست ببرین و نذارین که همینجوری فر راحت برخورد. بله به طبیعی برید مغازه اپل و دستگاه رو به اونجا یا از محل جایی که چیز کنید که خریدی دیگه طبیعی باید ببرم. بله قربان موفق و پیروز باشید. خیلی ممنون. بله خدا نگهدار. 2398 بفهمید بر روی خط هستید شما. سلام عرض کردم قربان. بله شما درود بر شما. خوبی داشته باشید. استفاده شما آقای فرانک. عرضم به حضور شما که در واقع با یه کامپیوتر که ویندوز 7 روش وصل کردن، بعد این ویندوز بالا نمیاد، موقع که کامپیوتر رو روشن میکنین فقط صفحه مشکی سیاهه، هیچی بالا نمیاد. قبلا کار میکرد، یعنی شما اینستالش کردین ویندوز 7 و همه چی کار میکرد، بعد حالا یه دفعه دیگه کامپیوتر که روشن میکنین سیاه میمونه. سیاه میمونه. از روز اول که شما روی این ویندوز 7 رو گذاشتید از اول چی روش بود و چرا ویندوز 7 روش بود؟ اینو 4 سال پیش خریدیم. ازم روشن چرا خوبم کار میکرده دیگه، ولی الان حدود 2 هفته این مشکل پیدا کرده. یعنی یه روز اومدین که کامپیوتر رو روشن کنید دیدین دیگه روشن نمیشه. دقیقاً. بله پس شما شروع نکردید توش ویندوزی چیزی بذارید. نه. یه دفعه خاموش شده الان. بله. دقیقاً شبیه شنده قبلی که توضیح دادیم، این عامل هم برمیگرده به این که ما میدونیم به صورت 100% که همه کامپیوترهای دنیا، همه موبایل تلفن‌های دنیا، همه آیپدهای دنیا یک روزی مموری کارتشون یا هارد درایوشون از بین میره و یک پریودی داریم بین 1 تا 5 سال که این پروداکت معمولا خوب کار میکنه که اون 3 سال اول بهتر و بعد کمتر میشه. بنابراین وقتی که به این پریود میریم ما میدونیم که به زودی هارد درایو از بین خواهد رفت و این واقع رو خواهد داد. باید حتما بکاپ و کپی از فایلاتون داشته باشید. الان این کامپیوتر به احتمال زیاد هارد درایوش ممکنه کرش کرده باشه، ممکنه مموریش کرش کرده باشه. و ببینم هیچی نمینویسه، اون نوشته سفیدای اولم نمیاد. نه هیچی نمیاد، هیچ چیزی نمیاد. حتی وقتی که نزدیک به بالای صفحه قسمت سمت چپ یه چیزی خاموش روشن میشه، خط سفید. دقیقاً یه خط سفید خاموش روشن میشه. ممکنه این علت، یکی دیگه از دلایلی که ممکنه این مشکل رو داشته باشه به خاطر گرافیک کارتش باشه، ولی معمولا این که شما صفحه کاملا سیاه است و یک خط فاصله ای فقط خاموش روشن میشه سفید بالای صفحه، به دلیل این است که به احتمال زیاد ممکنه مموریش دچار ایراد شده باشه. میتونه گرافیک کارت با یک متخصص باید در تماس باشید. اگر بکاپ نگرفتید از این کامپیوتر و اگر کپی دومی ندارید، اون موقع باید این متخصص این کامپیوتر باز کنه و اگر شانس بیارید بلد باشه و این شانس رو داشته باشید، متریال و اطلاعات هارد درایو رو میتونه کاپی کنه روی یک دستگاه دیگه‌ای، هارد درایو دیگه‌ای بخره، SSD برای این کامپیوتر اگر میخواید این رو نگه دارید و لایسنس ویندوز رو بخره و این کامپیوتر رو برگردون به حالت عادی و فایل‌های شما بذاروش. احتمالاً یه CD توی CD-ROMش نذاشته این اون تو مونده باشه. نه چیزی نیستش. چیزی که مهمه واسه این دختر خانومم عکس داره تو کامپیوتر. اون هاردیسک اونو میشه نجات داد اگه شانس بیارین، میشه. یعنی اون هاردیسک رو در میارن و میذارن به یه دونه از این اکستند چیزا و بعدش هم اونا رو کپی میکنن. ولی بعد با یه متخصص در تماس باشید. قربان شما. خدا بریم سراغ آخرین شنونده ما. بفهمید خواهش میکنم. الو. دارم بفهمید بر روی خط هست شما. سلام علیکم. خسته نباشید. سپاسگزارم از شما خانم. بفهمید. من دو تا سوال داشتم. یه سوال این که از آقای فرانک الان دارم صحبت میکنم. بله. این کتاب دانش رو چجوری میشه تهیه کرد؟ کتابش دانش خانم کتاب نیست، یک سایتی هست در فیسبوک به نام کتاب دانش، یعنی شما میرین facebook.com خط کج کتاب دانش، فرانک هر مطلبی که هست تو در اونجا میذاره. آها اونه. بله. بعد
بعد یه سوالی داشتم، همین آقام همین سوالو تقریبا، من دو سال قدیمیه، دو سال و نیم لپتاپم قدیمیه، یه دفعه خاموش شد. خب بعد دیگه اصلا روشن نمیشه؟ روشن نمیشه، حتی یه نوری میاد. نور کجاش نور میاد؟ روی صفحش نور میاد یا مثلا لامپاش فقط روشن میشه و اینا؟ خانوم؟ الو؟ الو بله بله بله. شما این رادیو گوش میکنین؟ سوال کردیم که این نوری که میگیم میاد کجاش میاد، یعنی لامپاش فقط روشن میشه یا روی صفحش میاد؟ یه نور قرمز میاد وسط صفحه بعد دیگه ناپدید میشه. خانم شما کاری که باید کنید این است که اول از مطمئن باشید که سیمی که از به برق میره که به این لپتاپ میاد رو از جایی که به دیوار وصله نگاه کنید، بیاید و برسید به وسط اون قسمت ادابتری که سیم برق لپتاپ در وسطش هست، سیمال خوب به هم فشار بدید و مطمئن باشید که این درست وصله. شما یه تست دیگه که باید کنید این است که باتری شده باید دقیقاً یه تست این است که باتری رو باید در بیارید و به صورت برق این رو تست کنید ببینید بدون باتری با برق کار میکنه یا نه. و آلترناتیو سوم عوض کردن چارجر اون دستگاه ادابترش هست، یعنی میرید در یه جایی تست میکنید با از دوستی کسی ببینید که آیا با چارجر کسی دیگه کار میکنه یا نه. بعد اگر این واقع رخ داد دوباره اون موقع میریم به مرحله بعد که ببینیم ایراد و علت چی هست. ولی معمولا این ایراد اگر لامپا رو روشن میشن بعد یه چیزی میاد بعد میگرده به سرعت، ممکنه به خاطر اشکال با دستگاه برقش باشه. این باتریش رو اول در بیاریم فقط با همون سیم برقش بزنیم ببینی کار میکنه یا نه. آره من همین کارو میکنم. باتریش هم در آوردین؟ باتری باتریش تمام نه باتری نه. عرض کردم خدمتتون شما باید باتری شو در بیارین. بله دقیقاً باتری شو اینطوری استفاده میکنم، نزدیکی که داره تموم میشه میذارم تو برق. نه من برعکسشو دارم میگم، شما باید باتری اینو در بیارین بذارینش تو کشوی میزتون، اوکی، و با سیم برقش کار بکنین ببینین آیا روشن میشه یا نه. باتری ممکنه دو سال و نیمه خراب بشه. همه باتری‌ها بعد دو سال خراب میشه، احتمالش هست خانم، احتمالش هست که مسئله باتری باشه. خواهش میکنم خدا نگهدار. آقای فرانک یک جنبندی سریع داشته باشیم و بعد برنامه رو ببندیم. 1001 خبر علمی موند. باز گفتیم از کجا شروع کنیم آقا زاری؟ نه دیگه باید تموم کنیم. از کجا تموم کنیم پس ها؟ دقیقاً اگه ممکنه یه جنبندی چه بگویم که ناگفتنم بهتر. بله واقعاً اینقدر خبر داریم که بله چرا که نه که از یک خب پس من بعد ازتون میخوام تشکر چون نمیرسیم فکر کنید باید سریعا خداحافظی کنیم. اینقدر آخه از چه این الان من دارم تمام به وبسایت کتاب دانش برید و نگاه کنید، افتتاحیه بزرگترین و جدیدترین لوکسترین تاپترین کشتی مسافربری جهان رو به نام هارمونی آف دی سیز که نه فقط دارای چیز پاتیناژ روی یخ در کشتی است، نه فقط دارای رباتی است که کوکتل رو برای شما درست میکنه، بلکه 6000 مسافر و 2500 خدمه رو جا میگیره و 62 متر بلندتر از برج ایفل است، یعنی به طول 362 متر هست، به ارزش 1 میلیارد یورو قیمت این پروژه. برید ببینید. و آقای آزادی موج سورفا کردن بار و هر کسی که به این کشتی وارد میشه اولین چیزی که بهتون میدن یک ساعت کوچکی است که روش یه جی پی اس هست که گم نشید در نتورکی که به ارزش 300 میلیون دلار در کشتی درست کردن، شما به وسیله اون موشیتون میتونید هر کی گمتون کرد با یه اپ پیداتون کنه که در کجای کشتی گم شدین. بله این از این دست شما درد نکنه برانگ عزیز، ممنونم. پرش و تنابازی و سورفا کردن و وبسایت این کشتی، خلاصه دنبال کیف و برنامه. سپاسگزارم از شما آقای فرانک عزیز، ممنونم به خاطر برنامه امروز، آرزو موفقیت میکنم. خوب باشید، خواهش میکنم. دوستان عزیز شنونده با سپاس فراوان از همگی شما میریم آگهی تجارتی رو میشنویم و میریم سراغ بخش نیازمندی ها. پیروز باشید. خدا نگهدار. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟ بزرگترین گردهمایی نوروزی در بزرگترین جشن نوروزی دیگر بار PLA برگزار میکند. کنسرت بزرگ نوروزی در استکهلم شنبه 26 مارس در سالن گلوبن انکسد. شبی با ستارگان موزیک پاپ ایران کامران، هومن، سپیده با همراهی دی جی آل از رادیو جوان. تهیه بلیط در مراکز خرید ایرانی و volek.se. این برنامه محدودیت سنی ندارد. برای تهیه بلیط های وی آی پی با PLA در تماس باشید. 070-442-3414. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. سپانسر اصلی برنامه نیسان در بروما. تا به حال به آرزوهات فکر کردی؟ میخوای به آرزوهات برسی؟ میخوای شانستو امتحان کنی؟ با عضو شدن در سایت ما و گرفتن 1000 کرون بونوس شانس خودتو امتحان کن. betpersia.com سایت ایرانی کازینو و پیشبینی بازی‌های ورزشی ایران و جهان با پشتیبانی فارسی. بهترین ضرایب در بازی‌های زنده لیگ ایران. به سایت ما بیایید و 1000 کرون بونوس بگیرید. betpersia.com رستوران نوشین. رستوران نوشین با سرو غذاهای خانگی ایرانی، کله پاچه و دل و جگر در محیطی سنتی و آرامش بخش در خدمت شما هموطنان عزیز می باشد. کیفیت و طعم فوق‌العاده دستپخت یک کدبانوی ایرانی را در رستوران نوشین تجربه کنید. کله پاچه شنبه ها 7 تا 11 صبح و 11 شب تا پاسی از نیمه شب. آدرس نیداروسگاتان ات در شیستا. شماره تماس 08-751-11-20. قبول سفارشات کیترینگ، جشنها و میهمانیهای شما و تحویل در درب منزل و سفارش غذا از طریق pizzaonline.se. رستوران نوشین. قابل توجه خانم های محترم ایرانی مقیم در استکهلم، ما تمامی امور آرایشگری و ناخن را با نازل‌ترین قیمت انجام می دهیم. کاشت ناخن با پودر و ژل با بهره گیری از جدیدترین متد، رنگ و مش مو، کوتاه کردن مو، شینیون، اصلاح صورت و واکس صورت با سابقه کاری بیش از 25 سال در سالن خانه عروس فرمانیه در خدمت شما عزیزان می باشیم. آدرس ما شوپنهامسگاتان 30 واقع در شیستا. تلفن تماس برای ناخن با خانم مرجان 08-752-6300 و کار آرایشگری خانم الهام 073-978-1723. سالن زیبایی شیستا هور و اسپا. اسکاندیناویسکا و ویست گروپن ارائه دهنده کلیه خدمات تأسیساتی در شهر بزرگ استکهلم می باشد. خدمات این شرکت شامل فروش، نصب و تعمیرات لوفت ورم پامپ، ورم پنا، ونتیلاخون صنعتی و مسکونی، تجهیزات رستورانی، استخ، لوله کشی و دوربین های مدار بسته می باشد. ضمناً با خرید هر دستگاه لوفت ورم پامپ از این شرکت، یک مونتیرینگز پاکت شامل 3 متر لوله، کابل و کانال به صورت رایگان دریافت نمایید. شماره تماس با ما 0735-90-50-21 0735-90-50-21 SVG. صرافی برادران. صرافی برادران با سالها تجربه با 2 شعبه در خوسبی و تنستا آماده ارائه سریع‌ترین خدمات به هموطنان عزیز می باشد. ارسال ارز و پول نقد به اقصی نقاط جهان با بالاترین سرعت ممکن. تلفن تماس 10-10-22 10-10-23 و 760-44-20. صرافی برادران.
نتوپلیک با پرسنل با تجربه ایرانی آماده ارائه خدمات به هموطنان و همزبانان عزیز می باشد. آدرس اورسوندا وگن 174 بروما. تلفن تماس 08-98-37-47. با نتوپلیک دنیا رو خوب ببینید. خرید خونه در ترکیه دیگه هیچ کار سختی نیست، به خصوص وقتی که با شرکت AF Real Estate در تماس باشید. شرکت AF Real Estate با در دست داشتن کادری متخصص و با تجربه در این زمینه میتونه به شما کمک کنه. AF Real Estate در حال حاضر به شما کمک میکنه که تا سقف 70% وام بانکی دریافت کنید. جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت www.2090.se مراجعه و یا با شماره تلفن 070-776-1022 تماس بگیرید. شرکت خدماتی رنتورد. شرکت خدماتی رنتورد با پرسنلی مجرب و با خدماتی نظیر نظافت کلی و جزئی و جابجایی اسباب و اساسیه در خدمت شما هموطنان گرامی می باشد. شما حتی می توانید با خرید استد پرسنت کوچ عزیزان خود را نیز از خدمات پرسنل با تجربه ما بهره مند سازید. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 070-994-7077 تماس بگیرید. شرکت خدماتی رنتورد. ساتوان، فروش انواع پارابول از جمله پارابول آی پی تی وی بدون نیاز به دیش و بدون احتیاجی به اشتراک سالانه فقط 1499 کرون. تعمیر و تعویض شیشه انواع موبیل ها از جمله آیپد و آیفون و سامسونگ از 399 کرون. تعمیر انواع کامپیوتر بدون هزینه ایبیابی اولیه. تلفن 076-203-1020. آدرس ریدر پلاتسن 25 واقع در یاکوبسبری سنتروم. 076-203-1020. پارادیس کاباره و رستوران پارادیس با محیطی زیبا، صمیمی و دلپذیر برای برگزاری جشن‌های تولد، نامزدی، عروسی و یا کترینگ جشن‌های خصوصی شما. تلفن تماس 08-624-2040. کاباره پارادیس در منطقه زیبای پاریس همراه با پارکینگ رایگان، پیپشوین شماره 2. از arcoparadis.se دیدن نمایید. 624-2040. تاریخ 25 و 26 مارس رستوران پارادیس میزبان عباس قادری می باشد. برای رزرو جا با مسئولیت رستوران در تماس باشید. اسباب کشی و نظافت با پرسنال و ماشین با بهترین قیمت و کیفیت. تلفن تماس 076-227-6769. The multi award winning Nissan Qashqai with all Modi technologies. خوش فرم، خوش دست، کامل و خیره کننده. قشقای 2016 اینک اینجاست. قشقای 2016 را با جی پی اس، دوربین های پشت و لاستیک زمستانی از نیما و یا ایدیا فقط در نیسان بروما به قیمت سال 2015 189,900 کرون تهیه کنید.